کنیم. بله، دست شما در نکنه. به نام خدا، خدای زیبا، واقعا بس سپاسگزارم که شاکرم خدا رو که با سعادت پیدا کردم یه هفته هم در خدمت شما دوستان عزیز و مجموعه بسیار حرفه‌ای و خوب آراد برندینگ باشیم که این وسیله فراهم کردن که برای در واقع ارتقاء سطح سوادم. چون منم واقعا الان به شما پیوندم، منم پیوستم، خودم هم مثل شما یه آرادی میدونم، سعی میکنم با همه مشکلاتی که بالاخره دو سه جا مشغول هستم حتما یه جوری وقت خالی کنم و بیشتر کلاس ها رو و تقریبا همه رو سعی میکنم ولی خب یه جوری اتند کنم واقعا، چون یه سرمایه عظیم، حالا من که اصلا کوچکتر هستم ولی بقیه اساتید بزرگی هستن که در واقع داره انجام میدم و حیف با من. به هر حال بازم سپاسگزارم که در خدمت هستیم. من خدمت رو عرض کنم که این جلسه رو همینجور که میبینی از تایتلش سنگ آهن یا آیرون اور و یه صادرات و حمل آن در خدمت رو هستم. از به خدمتون این سرفصلایی که ما هم میخوایم این هفته در واقع مرور کنیم و مطالب رو من خدمتون بگم که بازم طبق سیاست درست و خوب آراد برندی و تاکید مدیران ارشد آموزشی جناب استاد نظام پرور، خانم خوشکار و دوستان که در واقع مطالب حالا به هم صورت باید بخش بیشترش کاربردی باشه. ما هم در واقع تمام تلاش برای همینه که حالا موارد سرفصلی که میگم خدمتتون، بخشایی رو که زیاد چیز نیست یه مقدار سریعتر می‌ذاریم، بخشایی رو که در واقع مفید هست برای شما با یه مقدار حالا تاکید بیشتر، یه مقدار با چیز بیشتر توضیح بیشتر در خدمتتونیم، و بخشایی هم که در واقع حالا به یک صورتی من دفعه قبل هم عرض کردم خدمتتون ناگزیر هستیم بالاخره به خاطر اون مجموعه‌ای که هست، پکیجی که هست، یه گریزی هم به یک سری مسائل بزنیم و اونا رو شما ولی مطمئن باشین همونجوری که اساتید دیگه هم تاکید کردن این بخش ها در واقع حتما برای شما به عنوان یه صادر کننده یه وارد کننده حداقل به عنوان اطلاعات عمومی و در فصل اول بخش اول و در بخش دوم اینی که انشالله شما هر چقدر گسترش پیدا بکنین مجموعتون بزرگتر بشه به این اطلاعات 100% نیاز خواهید داشت. حتی کوچکترین اینها باعث میشه یک هزینه های بسیار زیادی رو شما در واقع سیف کنین و در واقع از دست ندین، یا حداقل توی جلساتی شرکت میکنین، قراردادهایی هست، چشم و گوش بسته اصطلاحا نباشه و یه اطلاعاتی رشد داشته باشه، حالا چه اصطلاحاتش و چه اطلاعاتش. خب اینو من تو پرانتز عرض کردم خدمتون. حالا با توجه به اینکه سنگ آهن رو مخصوصا تو این هفته سه شنبه جناب دکتر فلا خدمت شما عرض کنم که یه بخشای راجع به تحلیل بار همین سنگ آهن بود که دوستان حتما شرکت داشتن، و خدمت شما عرض کنم خیلی بخش صادرات و واردات شو خود کالا رو کشورها رو اینا رو خیلی قشنگ و کامل توضیح دادن. بنابراین من بخشایی که هست دیگه یه مقدار گذرا رد شد، چون اینقدر واقعا موضوعات بسط و وسیع هست که خدمت شما عرض کنم نمیشه واقعا همجوری عرض کردم هر کدوم از اینا رو با جزئیات بریم. بنابراین همون پازلی که مجموعه آراد برندی چیده که شما در واقع با هر کدوم از این کلاس‌ها یه بخشی رو پر بکنید و تقریبا به همه مرتبطن، حالا چه حتی ارز و صرافیش با همه مبحث ما به هر حال وابسته است، ضمن اینکه خب بخش‌های حمل و نقلش که خب بیشتر، یا حالا بخشایی که کارگو مثل عرض کردم دکتر فلا که راجع به تحلیل سنگ آهن بود، یا جناب کاپتان خاتمی که هفته قبل راجع به خود بارکریر و حمل یک بار بود، یک سفر با بارکریر بود، این هم به همین مرتبط همینجور دوستان دیگه تو حمل نقل بخشای اسنادیش و غیره. به هر حال اینه که من یه خواهشی دارم دوستان واقعا حفظ سعی کنن هر جوری هست کلاس ها رو اتند کنن و توجه کنن، یعنی بذارین تا اون آخرش که در واقع یه ربع آخری که میشه من سوالا رو در واقع جواب میدم انشالله. حالا اون بخشی هم که فکر میکنین زیاد به دردتون نمیخوره یا زیاد در واقع اینترست ندارین، علاقه من نیستین بهش، اونو فقط به عنوان یک در واقع اطلاعات در پیش خودتون داشته باشید. خب ما به مباحثی که میخوام بگیم خیلی خلاصه در مورد سنگ آهن اصلا چی هست، مصارفش چیه، چرا جذابیت داره در صادرات سنگ آهن که الان بعد جلوتر میگیم که
شده صادراتش، قیمت های تقریبی چون این هم الان در واقع سنگ آهن هم چیزی مثل طلا و دلار رو توی بورس هست و واقعا این چیز ارزشمند و قیمتی هست یا وارد کنندگان بزرگی مثل چین هزینه‌هاش برای کلاوز A که بالاترینش هست در CIF و کلاوز C که در واقع کمترینش هست. خب عرض به خدمتتون که سنگ آهن و همونجور که آقای دکترم فلان گفتن یه نوع سنگی که البته ما خب این تخصص واقعا متولوژی هست، دوستانی که در واقع توی شیمی یا حالا جغرافیا نمیدونم زمین شناسی و این جور چیزا اطلاع دارن، اطلاعات چه بیشتری یا تخصص دارن خب اینا رو خیلی خوب میتونن، ولی فقط شمه از این که این سنگ آهنی که مد نظر ماست و توی حمل و نقل در واقع کشورهای طالب داره و استفاده میشه که اصطلاحا بهش همون آیرون اور میشه، یه سنگ معدنیه که توش آهن داره، خیلی ساده در واقع به چیز تعریف اصلیش، که این سنگ آهن به صورت خام تو معادن هست و باید در واقع احصال بشه، بیاد در واقع دستش بیارن فراوریش کنن و اونو در واقع کوره های یا ذوب آهنی یا شرکت های ذوب آهنی اونو ذوب کنن و به آهن تبدیل کنن، که خب خود آهن در واقع باز به همون صورت در واقع خالص که میدونین هم زود اکسیده میشه هم حالت نرم داره، که اینا مالا جدا با یه سری مواد مثل کربن خصوص و حالا آلیاژ های دیگه کروم نیکل اینا ترکیب میشه و آلیاژ در واقع دیگه ساخته میشه که محکمتر و مصارفش هم که عرض میکنم خدمتون. خب دو تا ماده رایج داره که اینا در واقع توی معادن ما هست، هماتیت و مگنتیت یا مگنتایت. ببخشید که همینجور هم میبینید، حالا جلوتر من عکس هم براتون گذاشتم، هماتیت Fe2O3 هست، حالا من زیادم از شیمی و اینا سردم ولی همینجوری عنصرش رو ببینید، این دوتا آهن داره و که نامای معادلش هم حدید و شادنه است و حدود حالا 70% در واقع آهنه و 30% اکسیژن که در رنگسازی و تولید البته خالص شده در سنگسازی و تولید زنگ آهن استفاده میشه. و ترکیب دیگه شب مگنتایت که در واقع به عنوان آهنربا، همون مگنت که ما میگیم آهنربا از یه واژه یونانی گرفته شده، فرمول اینو نگاه میکنی Fe3 هست، در واقع این عنصر آهنش بیشتره و در واقع خلوصیش بیشتر، آهن بیشتری داره و در واقع ازش مصارف بیشتری هم در واقع در میاد ازش و یه مقدار در واقع مگنتایت یه جورایی از هماتیت بیشتر در واقع طالب داره یا مصرف داره به نوعی، ولی هر دوتای اینا در واقع که حالا البته نامای دیگه هم هست مثلا زنولیت، لیموئید، سیدریت، گرینولیت، مارکالیت و غیره که کدوم با اون اسمای سازنده که داره یا نحوه دست میان اسپرن تو بازار مصارف خاص خودشونه دارن. خب ما در واقع همونجوری که عرض کردم اول یه معدن رو شناسایی میکنن که خب هنوز متاسفانه تو ایران ما یه مقدار تکنولوژیش کمه ولی
در جای دیگه با ماهواره و وسایل های تک در واقع این معادن شناسایی میکنن، ولی خب شما الان معادن بزرگش رو حتما میگوشت و خورده و خوبش در واقع، چون کیفیت ها متفاوته، مثل گلوهر سیرجان، چادر ملوی یز، خدمت شما از کم ایرانیان زرند و سنگان در واقع مشهد و شرکت های دیگه معدن های کوچکتر هستن با ظرفیت های کمتر که ماشاءالله هم دارن فعالیت میکنن و امیدوارم هر گونه روز به روز بیشتر بشه هم تعدادشون در شناسی های معادن توسط شما دوستان و همه ایرانی ها هموطنامون و همین که در واقع استحصال بشه و بیاد بیرون که واقعا یک ماده خیلی ارزشمندی. خب اینو ببینین تقریبا یه عکس این قهوه‌ای رنگه هماتیت خام در واقع، این یکی که یه مقدار تیره تره این مگنتایت هستش که خدمت شما عرض کنم که اینجا عکسشون رو گذاشتم خدمتتون. خب اینو وقتی که ببینه این معدن سنگ آهنی که از معدن همینجوری میاد بیرون به عنوان همینجوری میبینیم مثل قلب سنگ و اینا، این هم حمل و نقل چربی داریم به صورت لام دیگه، خیلی خام خام در واقع راه واقعا همینجوری از معدن میاد بیرون، یه ضرب مثلا با همین شکل حالا صادر بشه در واقع برای جایی یا حالا فرستاده بشه برای در واقع بعضی وقتا معدنکارا معدن مثلا کوچیک باشه خودشون دستگاه‌های در واقع خردکن و سنگ شکن و پروسه‌ای که دیگه روش انجام بدن ندارن، همینه که در واقع استحصال میکنن میارن با کامیون هم میکنن میبرن به شرکت‌های دیگه که در واقع این توانایی رو دارن که روش پروسه‌های بعدی رو انجام بدن. همینجوری هم خدمت رو عرض کردم اینا در خب میبینین دیگه آهن مصارفش خیلی واضحه، از شما هر چی بگیم ماشین، هواپیما، قطار، خونه، ساختمان ها، پل، سد، نمیدونم وسایل، چیزایی که در واقع آهن یا در واقع آلیاژی از آهن به شکلی توش به کار رفته و هر روز هم نمیشه بگی که این مصرفش کم میشه زیاد میشه، مرتب دیمند داره در واقع تقاضا توش در بازار جهانی به خصوص چین که خب با اون حجم جمعیتی داره و اون سیاستی که داره، حالا من دیگه واردش نمیشم خودتون بهتر میدونید، خب جمع میکنه اینا رو در واقع مخصوصا خامو و روش پروسه‌هایی که لازمه انجام میده و ازش در واقع صنایع بای پروداکت میسازه که من جلوتر خدمتتون عرض میکنم. خب ببینید اینا الان باز نمونه های دیگه هست که الان در واقع پروسه شده. این اولی ببینید این رگه بالا سمت راست اولین یه رگه در واقع معدنیه که تو هنوز تو معدن بیرون هم نیومده. حالا اینا در واقع رنگاش بر اساس اون افی که درصد آهنی داره و رگایی دارن، جنس مرغوبیتی دارن، لوکیشنی دارن، در حال حاضر ظاهرا با توجه به تحقیق من کردم حالا متنی که بود در واقع معادن جنوبی ایران به خصوص گلگوهر سیرجان در واقع نمبر 1 و حرف اول میزنه، حالا نه تنها در ایران حتی در جهان هم به هر حال حرف برای گفتن داره و درصد آهن هر چقدر درصد آهنش بالاتر باشه و مرغوبیتش بیشتره، رگاهاش هم خوب فرق بکنه که بعد این درس کردم مثل همون سنگ سمت چپ بالا که در واقع اومده حالا اینجا مگنتایته بعد خورد میشه که اینا در واقع ببینین سمت چپ پایین که من جلوتر یه مقدار بیشتر باید راجبش توضیح میدم، این گندوله سمت چپ پایین آخرین نکس که واقع همون ماده خورد شده خشک شده خاک شده حالا با ما آب و یه سری مواد دیگه قاطی شده، اینو خدمت رو عرض کنم خیسش کردن گلولش کردن خشکش کردن، اینو ببینین چقدر هم حملش راحت داره هم برای یه مقدار در واقع حالا روش به نوعی چیز هم میشه در واقع به این مرحله که میرسه خالص سازی هم میشه، یه سری آلیاژایی که نخواستش رو در واقع میگیره تو گندله کمتر، اینو ببینید برای حملش چقدر راحته تو کامیون تو کشتی هر جایی و این گندله به اون صورت، حالا جلوترم که من خطرات حمله میگم چون عکسش اینجا هست باز میگم خدمتتون، خطرات حملش هم یه کمتر چیز خاصی نداره. عکس سمت راست پایینه که میگه استاک پایل یا در واقع یک جایی که کوته حالا بار از میخوام سنگ آهن هست که در واقع این الان آهن اسفنجی بهش میگن یا دیارای در واقع دیارای دایرکت ریدیوس آیرن رو که جلوتر باز توی بحث این چیز بیشتر راجبش توضیح میدم خدمتتون، اینو اینا در واقع یه مقدار خروستر شده آهن اسفنجی تر و آماده است، اینا در واقع فقط میره مثل آزوین شما آهن قرازه ضایعات آهن که همه ما میدونیم خونه بزرگ کوره های بزرگ دارن میرزن توی کوره صبح میکنن و آهنش رو در واقع در میرن،
اینا هم همینجور، اینا در واقع موادی هستن که آماده میشن دیگه برای کوره، برای کوره که در واقع بیان ذوب بشن و به آهن تبدیل شد، باز روش پروسه های دیگه انجام میشه. اینجا میبینه من باز شکلی گذاشتم، این سمت راست بالا که تو دست نشون داده، این باز یه نمونه از آهن اسفنجی یا همون گندله متخلخل در واقع، که اینو باز با یه پروسه که انجام میدن بدون ذوب کردن، یعنی تو گندله و آهن اسفنجی که بازم جلوتر من مقدار گویز میزم توضیح میدم، اینا سنگ آهنی که میرن ذوب نمی کنن که ناخالصیشو در میارن، بلکه با یه روش هایی که حالا دیگه من زیاد مال مهندسی متالورژی نه زیاد وارد شدم، ولی توی کوره هایی هست که اینو وارد میکنن سنگ آهن و اونجا بهش گاز میدن، گازهای هیدروژن متان نمیدونم چند مدل و پروسه داره که اون رو در واقع فراوریش میکنن، خالصترش میکنن و به شکل در واقع این دیارای درش میارن، دایرکت ریدیوست آیرون، که حالا شما توی صادرات حتما دیار آی بهش بگوشت و میخواه توی مبقاس داخلی به اسم آهن اسفنجی. این هم باز هم تراد بالا، هم وسطیه هم دست راستیه و همین یکی پایین میبینین از پروسه های ذوب آهن هست. حالا هم در کشور خودمون که اولیش که بالا میبینین وسط، خب یه مقدار تکنولوژی بهتری بالاتری داره، نوار داره، سیستم بیزیستری داره، حالا در فراوری های در واقع اسلب و اینا، ولی اونای دیگه هم همینجور کوره های خاصشونه که در واقع قبل از حالایی که روی نوار تولید و اینا بیاد به صورت کوره های ذوبه، که اینا هم همینجور یه مقدار پیشرفته تر کوره پایینی و اینا بای پروداکته، اینا پروداکتیه که فاینالی اون کسی که معدن داره معدنشو در میاره، سنگشو خورد خورد میکنه، حالا یا خودش یا میده به یه شرکت دیگه، که این در واقع حالا چیزی که شما باید به نظرم بهش توجه کنید تو بحث صادرات و کارگل. البته اساتیدی که در واقع توی بحث به خصوص مشاورین محترم آراد برندینگ حتما باشون کانسالت کنید، اینجا هست. شما ببینید الان دو سه زمینه هست، هم برای صادرات هم برای داخلی، یکی بحث اون گندله و آهن اسفنجی و خدمت شما هستم کنسانتره هست که باز خدمت رو از بقیم، و یکی بای پروداکت. بای پروداکت هم که در واقع محصولاتی که ازش در میاد، ببینید اسلپ هست، در واقع شمش آهن، ورق آهن، رول آهن، حالا این رولی که میبینید پایین دست چپ، این در واقع یه رولیه که پروسه شده است، یه ورقه، ولی رول هم داریم که اگه نگاه کنین عکس پایین در واقع هم جایی که پلیت هست، من دیگه حقیقتا چون حجم پاورپوینت هم میره بالا خیلی دیگه با چیز بیشتر نذاشتم، ولی خدمت هم شما حالا سرچ هم بکنید خودتون هم پیدا بود. کویل هست، الان یه استیل کویلی که بغل این عکس دست راست پایین میبینید، استیل کویلیه که در واقع خورده نسبت به اون این سنسیتیو پروسه بیشتر روش انجام شده توی مثلا ماشین سازی و نمیدونم کانال کولر، کولر سازی و مسائلی که در واقع یه مقدار فینیشتره، در واقع یه مقدار روش کار بیشتر شده. این یکی رولره که میبینید، این یه مرحله بعد از آهن خامه در واقع که پیش چیز شده و این دوباره میره حالا به کشور دیگه که طالبش هست یا کارخونه دیگه و پروسه های دیگه انجام میشه، یا برای کارهای دیگه مثلا اینجا هست خدمت هست. من ببینید اینجا ما تو برای حمل هم هست، میبینید اینا تو محوطه بندری هستن همه، حالا برای حملن در واقع اینجا از بالا ببینید چنل بار در واقع خودمون، حالا من فارسیش هم توی نبشی در واقع میگن یا توی ساختمان سازی به کار میبره، هم این هم سمت راست بالا به صورت ریل در واقع برای ریلای واگن و اینجور چیزا استفاده میشه، این ور باز از این در واقع پلیت های هست که توی قسمت های مختلف پیدا میشه. این رو ببینیم یه خورده سمت در واقع ردیف دوم دست راست، اینا راداییه که یه مقدار نازکتر در واقع صورت سیم هست، کویلش هست، اینا در واقع صادر میشه طالب داره و همچون داخل اینا هم که راده دیگه، همینجور در واقع حالا میگم من اصطلاحات فارسی استیل راده که توی ساختمان سازی و بتون ها و ستون ها و اینا ازش میلگرده که استفاده میشه. اینجا هم سمت راست پایین باز میبینی اینا هم دوباره اسلبه که حالا ادور گرفته شده در واقع شمشای آهنه که الان حالا من جلوترم خدمت رو عرض میکنم، اینا در واقع مشکل نداره، الان صادراتش هم مشکل نداره، فقط بحث خامفروشیش رو حالا اونجا که عرض میکنم خدمتون یه مقدار مشکل داره. خب خدمتون عرض کنم ما سایر کاربردهای سنگ آهن که حالا زیاده چه آهن پود شده هست که توی خدمت فولادا، مگنتا، قطعات، اتومبیل و اینا ازش استفاده میشه، آهن رادیواکتیوه که در داروسازی بیشتر ازش استفاده میشه، اکسید آهن سیاه
که به عنوان رنگدونه در ترکیبات پلیش و فلزکاری داروسازی ساخت جوهرهای مغناطیسی و غیره که اینجا مشاهده میکنه صنعت الکترونیک ازش در واقع استفاده میشه. آهن قرمز هم برای استفاده در نقاشی ها، جوهر پرینت و لوازم آرایشی مثل سایه چشم و رنگ های هنری پلاستیک بود. ببینید تا کجای در واقع این مصارف داره این سنگ آهن، غیر از حالا اون بای پروداکتی که از کرمای سنگین و اساسی و زیربنایی توی این در واقع صنایع ریز هم این ارزش و استفاده و کاربرد داره. عرض به خدمتتون عرض کنم که خیلی همونجور هم که گفتم خدمتتون، معادن خیلی مهمه. سنگ معدنی که در واقع حاصل میشه چند درصد در واقع این آهن توش باشه. یه وقت هست که البته میکنم بعضی ها همجور هست که با فرایندهای مثل پایین الکترومغناطیسی، مغناطیسی، شستشو، برداشت غنیسازی، حتی اگر پایین تر از 45 تا 50% هم در واقع درصد آهن موجود در اون معدن و سنگ و رگای آهنی باشه، اون یه جورایی در واقع میگن خیلی دیگه هم طالب نداره، هم یه جورایی به صورت این که چی میگن توجیه اقتصادی نداره که شما در بیاری کلی هزینه بدی حالا خورد کنی اینا، بعد اون آهنی ازش در میاری اوقتی مغروم صرفه نخواهد بود. بنابراین حداقل آهنی که مثلا باید اف ای در واقع همون موجود باشه توی در واقع سنگ آهن بین 45 تا 50% که عرض کردم، این در محل اینکه معدن کجا هست، در کجا قرار گرفته فرق میکنه. حالا اوستکری میگه مثلا یه جای جنوب ولا تحت فشار، میگم اینا رو نمیدونم زمین شناسا بهتر، یه جای خب به هر حال تحت اون چیزایی که هست شرایطش مهیاتره و یه پروداکتر میده، یه جای هم خب که بعضیش استفاده الان هم خیلی دنبالن که خود وزارت سمت و خیلی هم کمک میکنه دوستانی علاقه مند بشن حالا به اتاق صنایع معدن، حتی خود اتاق بازرگانی کمک میکنه، حتی شهرهایی که هستیم در واقع در پیدا کردن معدنهای کوچیک. الان سیاست چون حال حاضر میدین یه سنگ آهن خیلی تابع در واقع چه صادراتش چه داخلش از ایناش تصمیمات و سیاستهای حالا کلان و دوربردی در واقع کشور و همین که گهگاهی هم خب به دلایل مختلف که حالا شرایط سیاسی غیره و غیره یه سری تصمیماتی میگیرن تابع اینه، هست که مثل دلار و طلا و اینا میمونه و تو بازارم قیمتاش خیلی پایین میکنه و چانسایی که برای شما به عنوان یه تاجر وجود داره حالا که مثلا صادرات تحریم های خورده محدوده، سریع یه پنجره باز میشه که میگم اونا رو اساتید به خصوص مشاورین محترم آرادرندیک بهتر میتونن از من توضیح بدن، ولی گپایی که باز میشه رو که من یه موردشو که اطلاع دارم و حالا تا حدی پرسیدم برای شما در واقع بتونم پرزنت کنم خدمتتون عرض بکنم، موارد بسیار زیاد دیگه هم هست که شما میتونین از اونا استفاده کنین و به همون دلایلی که مثلا در واقع بالاخره درآمد داره، حالا شما یه مقدار زحمت داره ولی میتونید تو جابجایی ها توی خدمت شما پروسه‌ای که هست یا از بای پروداکتش در واقع استفاده کنین، بازاریابی کنین و اونا رو مشکل نداره. اگه خامش هم که بالا خیلی از کشورها این تصمیم دارن در خام فروشی که برای منابع به صورت خام نره و مجبور شن داخلی ها حالا اگه چرخی لازمه، خورچیگنی لازمه، وسیله لازمه، حالا یا درست کنن یا وارد کنن، ببینید پروسه از همه این مسائل باعث واقعا رشد میشه، جاب میشه، شغل ایجاد میکنه، به هر حال درآمدزایی داره. همون پولی رو که در واقع اون وقتی چین میخواد اینو ببره وارد کنه، چین حالا امارات یا هند یا کشورهایی که میگم خدمتتون اینا خب وارد میکنن چیکار میکنن؟ خام میبرن، روش پروسه انجام میدن، یه هزینه ارزش افزوده و کارهایی که بهش کردن میشن میفروشن تو بازار. حالا اونا مثلا یه مزیتی هم که دارن تحریم هم ندارن توی بازار در واقع تجارت آزاد معمول و چیز میتونن با رقیبایی که دارن در واقع با اون شرایط نرمال در واقع رقابت کنن و بارشون رو بفروشن با یه حاشیه سود خیلی خوب. حالا ما متاسفانه من شما فعلا این نیست ولی شرایط دیگرش به هر حال هست، حالا چه در داخل، حالا ایشالله امیدواریم که به زودی هم در واقع یک چیزی بشه که در صادراتم اتفاقات خوب بیفته انشاءالله. خب خدمت رو ارز کنم برای جذابیت سنگ آهن در صادرات، چرا صادراتش جذابیت داشته به خصوص برای صاحبان محترم در واقع معادن؟
اینا به خاطر اینکه قیمت داخلی، حالا من جلوتر باز یه جا بهتون عرض میکنم خدمت و قیمت ها رو که میگم، قیمت های داخلی رو بر اساس اون چیزایی که حالا مصوب میکنن، که البته باز اونم مثل دلار اینا بازار سیاه داره رعایت نمیشه، ولی مزالک بازم اون قیمت داخلی خب با ریال با توجه به اینکه خدمتتون عرض کنم دلار با توجه به نرخ بالای دلار، حالا اگر دلار این در واقع ارزشش یه مقدار به این حد نبود، شاید این جذابیت هم نداشه، خیلی کمتر بود، ولی به خاطر وضعیت دلار این جذابیت داره. شما یه تون رو مثلا طرف میخواد اینجا 800 هزار تومان بفروشه، اونجا مثلا میگه 100 دلار سی آی افش مثلا، یا حتی 70 دلار مثلا خدمت شما عرض کنم اف او بی شو. خب حالا با رقم ها رفته حدودی عرض میکنم خدمتتون، شما باز میتونین با آخرین ها رو سرچ کنین و پیدا کنین، ولی حالا حدودی مثلا 70 دلار اینو ببینید با این دلار میشه 2,100,000 تومان. خب همون تاجری که میبینید با در واقع 700-800 تومان تا 2,100,000 تومان، خب خیلی تفاوت داره و باز در حجم بالام که هست وقتی میره روی باز میخوام 50,000 تن و 100,000 تن و 500,000 تن و 1,000,000 تن، شما ببینید خب 2 دلارش مثلا چقدر واقع میکنید با اینکه مثلا تفاوتش بره روی حاشیه سود، مثلا حتی تا خارجی هم حتی میگن تا 40%، 50% سود داره، که خب به هر حال جذابیت داره. این باعث شده که به هر صورت اینو صادر کنن. حالا من جلوتر هم میگم، ولی اجازه بدین همینجا بگم، اونجا ازش بگذرم. حتی اومدن در واقع محدودیت ممنوعیت ایجاد کردن، مثلا پارسال سال 98 اعلام کرد وزارت سمت خدمتتون هستم که 25 عوارض و 10% 11 رسوندن به 25%، با عوارض 25% هم باز صرفش میکرد، حالا چه صادر کننده چه در واقع صاحبان در واقع اون کار توی صادرات، کسانی که در کار صادرات سنگان بودن صرفش میکرد که بازم 25% رو بدن ولی هم کنن و حاشیه سودشون بیشتر از در واقع داخل بود، که نهایتا آرا به رسیده به در واقع ممنوعیت کامل، یعنی در مالا اینا رو جناب های مهندس گرداب و دوستان بیشتر میتونن میگن، جناب های دکتر تقسیمی و دوستان، ولی بر صورت اینا در واقع با همه اینا دارن حالا یه بخشای به صورت خورده و اینا انجام میدادن که الان دیگه کاملا ممنوع شده، که من جلوتر خدمت رو عرض میکنم به طور کلی به خیلی سفت و سخت در واقع نیروی انتظامی و قوه قضاییه و اینا اومدن دیگه وسط، چون به هر صورت بالا شگردهای ترفندهای انجام میشده. خب قیمت های تقریبی داخلی من حدودی به خدمتون گفتم، حالا اینجا باز یه خورده بر اساس قیمت در واقع فست مارکت سنگ آهن، حالا این حالت یه خورده تاریخاشون کم و زیاد بوده، حالا شما ممکنه مثلا نگاه کنیم مثلا مال 2-3 هفته پیش بوده یا یه ماه پیش بوده خدمت تو از حالا اینجا من پنجشنبه شما ورده شده مثلا مال این 2-3 هفته پیش بوده، که حالا با سنگ آهن با عیار 62% برای بنادر شمالی چین مثلا 129 دلار بوده، که خدمتتون عرض کنم گفته 6.5% افزایش یافته، بعد خدمتتون عرض کنم بالاترین قیمتی هم بود که از 2014 رسیده بوده توی این در سال 2020، که همینجوری هم عرض کردم خدمتتون، ببینید حاشیه سود این ماده رو در سال 2020 به 40% رسونده، برای خارجی ها حتی، یعنی برای ما که جدا، برای کسانی که در خارج از کشور هم همینجوری هم ببینیم، باز دوباره یه مقدار عرض کردم این روزانه شده الان دیگه بالا پایین داره، الان اخیرا همین اخیر باز برزیل مثلا توی صادراتش یه مقدار سیاستش عوض کرده، باز یه مقدار اصلا تاثیر گذاشته روی نرخ نهایی این محصول، که حالا اینم باز 62% وارداتیش مثلا 111 دلار بوده که به 121 دلار رسیده، یک کم خودش کم کرده رسیده به 119 دلار که مثلا به صورت CFR در واقع ثبت شده بوده. در بازار صادرات هم آخرین قسمت قیمت سنگ آهن ببخشید مگنتایت خلوص 61 درصد 8 دلار رشد داشته که به 70 دلار رسیده، و هماتیت هم با خلوص 61 درصد حدود 68 دلار شده که در هر تن اف او بیش، البته حالا اگر در واقع سی آی افش باشه خب این در واقع مقدار میره بالاتر که همه هلوچه 100 دلار نمیست که من کرای حمله مرسون خدمت. خب دوستان، حالا اینی که پروداکتی که ما بیشتر مد نظرمون هست و در واقع خیلی هم تو ایران هم تو خارج در واقع مراوده میشه، داره حمله نقل میشه، استفاده میشه،
دست به دست میشه. اینا یکی آهن اسفنجی که از کردم خدمتتون، همون دیارای یا در واقع دایرکت ریدیوس آیرن، آیرونه که این به خاطر اینکه میخوان عیار موجود آهن رو ببرن بالا که ببینید خیلی هم بالاست، بین 84 تا 95 درصد، اینو در واقع بدون ذوب، بدون اینکه در واقع ذوب بشه، وقتی سنگ آهن رو میگیرن بدون نیاز به ذوب با در واقع اکسیژنش رو حذف میکنن و اون رو به صورت در واقع گندله متخلخل حالا بهش میگن، یا آهن اسفنجی و یا دیارای در حمل و نقل خارجی. خب خدمت شما عرض کنم که گندله، حالا گندله هم عرض کنم اینجا عکس دوتاشون گذاشتم کنار هاتون، دست راستیه دیارای یا اسفنجی، دست چپی گندله یا پلت در واقع هستم که آیرونر، این پلت همین توپی یا گندله، همین گندله که در واقع فارسی شده دیگه، گرد و اینا. این ببینید خیلی در سمت چپی گندله همچین محکم و منسجم و سفتیه، ولی دست راستی میبینید همچین یه ذره شکننده و در واقع همون متخلخل که میگن، در واقع توش یه مقدار چیز شده، در واقع پروسه روش انجام شده. این خب مربوط تر از این هست، گرون تر از این هست و طالباش هم خب بیشتر هست. که از کردم حتی کشورهای وارد کننده که دوست دارن وارد کنن، دوست دارن خامو وارد کنن، بعد خودشون روی این در واقع انجام بدن. حالا من حتی دوستان ببخشید، من حقیقتش سوال رو که عوض میخوام بنویسیم، بعد اگه بشه یه بلوش چار و پنج دقیقه شما لود کنین سوالاتون رو بنویسید، ببخشید چه حدود چه یه رو 20 دقیقه دیگه که من بتونم جواب بدم خدمتتون. البته من بعد ما کلاس نیست، با عزتتون اگه خسته نشین من حالا ببینم تا کجا تموم کنم، اگه بشه که تا 4 رو، بعد یه رو به آخر سوال رو جواب میدم، اگر که نه دیگه دیدم شما خسته اینو مطالبم در واقع خوب پیش رفت که همون 4-5 دقیقه دیگه بیشتر عزتتون. خب عرض به خدمتتون که اینم از گندله هست که همچنان میبینیم این برای سنتی، روش سنتی تو کوره بلند برای در واقع چیز استفاده میشه، از برای زبان استفاده میشه و همجور برای پروسس و دستاورش. خب و اما اون چیزی که من فکر میکنم حالا مد نظر شماست و شاید علاقمند باشین تو این مبحث بیشتر از همه این، و یه لازم برم و برگردم، بله حالا بیشتر همین بخش هست. ببینید این الان خدمتتون عرض کنم تو بخش بالا که میبینین، الان این بالا اول گفته آخرین قیمت‌های حدودی در بازار داخلی، اینا رو من نوشتم، این بالا رو الان به تو عرض میکنم. پایینم آخرین تیکی که در واقع خورده بر اساس میانگین قیمت شمش فولاد، اینا در واقع قیمت‌هایی که از آخر سال 98 تصویب شده تو سه ماه و بهار 99، اینا هم اعتبار داشته و همچنان حالا با فلانکچوئیشنی کمتر و بیشتر اینا در واقع معتبر هست نحوه محاسبش. ولی چیزی که الان تو بازار هست، ببین بر اساس من نرخ نت کارخونه و بدون احتساب ارزش افزوده و هزینه کارگزاری، که حالا اینا رو هم هزینه کارگزاری خصوص خدمتتون توضیح میدم، خدمت شما عرض کنم که اسلاید نشون داده نمیشن آقای چنانی، من نمیدونم حالا شاید شما یه بار باید برید داخل و برگردید آقای چنانی، فکر میکنم دوستان دیگه دارن و این الان فقط یه متنه، حالا شما صدا رو هم ظاهرا ندارین، فکر میکنم واسه باید برگردین برین و برگردین، من که سیستمم به نظرم اوکی، از دوستان اگه صدای منو دارین یک آها برای دوستان دارن، شما لطفا آقای قاسمی و آقای چنانی یه چک بفرمایید سیستمتون رو، خیلی ممنون. خدمتتون عرض کنم ببینید سنگ آهن فله در واقع همون آرونور معمولی و نرمال که 57 درصد تا 61 درصد باشه حدود 1 میلیون تا 1 میلیون و 200، کنسانتره که کنسانتره رو من حالا یه توی عکس بعد جلوتر نشون میدم، یه خورده نرمه در واقع، مثل خاک یه مقدار حالا از خاک غلیظ‌تر اون کنسانتره است که حالا در واقع بهش به آیرون رو فاین هم در واقع یه جورایی میگن، کنسانتریت هم دو تا سبتون آیرون رو فاین خورد شده نرمه کنسانتره هم یه مقدار غلیظ شده و در واقع سیاه رنگه، ولی به صورت خاک در واقع خیلی خیلی نرم شده است. حالا هر دوتاش هم خطرناکن در واقع در هم که من جلوتر خدمت رو عرض میکنم. خب این خلوص 67 درصد 1,350,000 تومان هر تونشه، در واقع هر 1,000 کیلوگرمش. گندوله 57 درصد 1,850,000 تومان، گندوله با 67 درصد
2,060,000 تومان اینا بازم تکیه کار نرخ نت کارخونه است که من پرسیدم از دوستانی که تو این نوع صنعت بودن اینا. اسفنجی نوع یک رو مرغوب بشم 5,350,000 تومان، اسفنجی نوع دوش هم 4,400,000 تومان. خب ببینید خدمت شما عرض کنم که به حالا اینا یه توافقی کردن سال 98 از سمت در واقع حالا سمت وزارت سمت و صنایع معدن و تجارت و حالا چیزایی به تصمیم گیرنده و وابسته مسئولین کسایی که مرتبط بودن وابسته بودن، اونا اومدن گفتن آقا ما برای که مبنای قیمتای اینا رو بذاریم میایم قیمت شمش فولاد خوزستان رو اعلام میکنیم، میگیم آقا این شمش مثلا هر تونش ای ریال، حالا بقیه چیزا بر اساس کنسانتره 16% شمش فولاد خوزستان، گندله حد اکثر 23.5% و خدمت شما آهن اسفنجی هم 50% قیمت شمس فولاد. همینجور میبینی بر اساس خلوص شونه دیگه، یعنی همینجور آهن اسفنجی که درصدش بیشتره دوام با آهن نزدیک میشه، 50% شمش در واقع فولاد خوزستان این مبنای قیمت گذاری شونه که حالا میان خد در واقع توی سال 99 که قیمت رو گذاشتن آخرین قیمت شمش فولاد خوزستان رو خدمت شما عرض کنم سالانه 5,055 تومان هر کیلو گذاشتن، که بعد گفتن خب حالا قیمت کنسانتره که در واقع 16% شهد اکثر میشه 809 تومان هر کیلوش، در واقع تونش میشه 809,000 تومان و قیمت گندله حد اکثر، باز اینا مثلا حد اکثره دیگه، بیناش در صدای خلوص از بالا همون 57 تا 67 باز متفاوته و اینکه کدوم کارخونه باشه، مثلا گوهره سیرجان یا مثلا زرنده یا باف قیازده یا مثلا سنگان مشهده یا حالا این شرکت های دیگه که این وسطاش جای دیگه کارخونه کوچکتری صنایع کوچکتری هستن، حد اکثر قیمتش 1188 تومان به ازای هر کیلو و قیمت اسفنجی هم 2527 تومان به ازای هر کیلو، در حالی که قیمتاش میبینی همینجوری با بازار آزادش خیلی تفاوت داره و در واقع متأسفانه رعایت نمیشه. حالا من همینجا یه نکته عرض کنم، چیزی که الان در واقع وجود داره ببینید، اینم مثل شما برای صادرات کارت بازرگانی میخواین، ظاهرم برای در واقع آهن، حالا سنگ آهن و مشتقات سنگ آهن به خصوص آهن اسفنجی و گندل و اینا، شما در واقع باید یا یه پروانه ذوب فلزی داشته باشید که اینا رو باز میتونین از اتاقای صنایع معدن اتاق بازرگانی مربوطه تو تهران یا مرکز استانایی که هستین یا از اساتید مشاورین محترم اینا حتما که تخصص بیشتری از من داره این سوال بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که اسم میخوام من رشته کلام از دستم دارم. آها اینو شما میتونید ببینید چه مدرک میخواید، چیز در واقع زوبی، پروانه زوبی میخواد یا پروانه در واقع ارزش افزوده، به نوعی شما یه سری مجوزا میخواید که تو این ترید وارد شید و این تریدش هم همینجوری که میدونید مثل دلار و مثل خیلی چیزهای دیگه هم بازار پیچیده ای داره، هم دست زیادی داره، هم چون شرکت های دولتی توشن، خصوصی توشن و خصوصی توشن، اینه که باید هم با اطلاعات کامل برین، هم خدمت شما هست با احتیاط کامل وارد بشین و خیلی در واقع کارگزار، حالا واسطه ما میگیم میشه کارگزار این وسط وجود داره که اینا کار انجام میده. حالا شما که در کار صادرات و واردات هستی، اگه مثلا صادرات کم باشه کاری در واردات اگر بخواین انجام بدین، یا غیر از این که البته بای پروداکتش همیشه هست، یعنی شما شمش آهن و نمیدونم اسلب و اون استیل راد و اینایی که نشونتون دادم خدمتتون، استیل کویل و اینا برای مشتری پیدا کنی هر کشوری باشه و حالا جدا از تحریما بتونین صادر بفرمایید و مشتری بگیرین و قرارداد ببندین، میتونین حالا از اون قضایای سویچ بیل و اینا که همینجا هم هست، حالا در واقع کراس استافینگ نداره ولی چیزای دیگه وجود داره که در واقع حالا با امارات از طریق دیگه شما اینا در واقع حمل کنین، در واقع صادر کنین. خدمت شما عرض کنم که ولی اینا رو نیاز داره. حالا اگه شما ندارین باید اپروچ کنین به یک دی که در واقع اینا به عنوان کارگزارن یا واسطن، چون هر کدوم از شرکت‌هایی که در واقع تو کار زباهن هستن، حالا بزرگاشون نه شرکت‌های کوچیک‌تر، اینا رو دولت یا وزارت سمتشون مجوز میده، میگه آقا شما مثلا مجوزتون اینه که در سال مثلا فرض کنین 100,000 تن میتونین در واقع گندله آهن یا آهن اسفنجی مصرف کنین و برای در واقع صنایعی که میخوان بسازین.
و محصولی که میخوان بسازیم. حالا اینا خیلی هاشون با توجه به نی توی بازار هست، همینجور که دیدم که دوستانم نوشته بودن که در واقع چیز هست خدمت رو از کنم که توی بازار داخلی میشه در واقع کار کرد. اینا کارگزارهایی هستن که شما میتونید به اینا اپروش بکنین و این شرکت ها محدودیت دارن. آها، در واقع به داخلی هم هنوز واقعا نیاز هست، به شرکت های داخلی هم هنوز همچنان واقعا نیاز داره، علارغم این که در واقع صادرات ممنوع شده، بازم نیاز یه جورایی به واردات هست، ولی خب به هر حال اگه کار بشه روش همین داخلی ها میتونه جوابگو باشه. خدمت رو عرض کنم که با این حال سهمیه گذاشتن. حالا چیزی که الان تو بازار من دونستم وجود داره و شاید مثلا مهرابی از عمل داشته باشه اینه که برای هر نفر، حالا حتی اگر پروانه ذوبی هم نداشته باشه و اینا، ولی یه مقدار سرمایه داشته باشه، شما میتونیم این شرکت ها بین و در واقع واسطه ها کارگزار ها رجوع کنین، اونا شما رو به یه سری شرکت ها معرفی میکنن، شما با کد ملیتون و هزینه دارین با اون شرکت قرارداد میبندی و به نام شما یه مقداری آهن اسفنجی یا حالا هر کدوم از اونایی که هست خریداری میشه و شما میارین، بعد اون در واقع میشه تامین کننده یه جوری با یه واسطه، حالا یه سودی هم اونجا میبرین، یه پولی در واقع کارگزاره میگیره و اون یه شرکتی که قرارداد میبنده و شما یه مقدار حاشیه سود هم برای شما میذارن که شما این مقدار بار رو از اینجا بگیرین از اینها و برسونین در واقع به دست اون شرکتی که نیازمند هستش. حالا اینم میگم غیر قانونی نیست، یعنی کار قاچاق نیست که انجام بدن. اینا من حالا ایمیلم هم قبلا گذاشته بودم، باز اگر حالا هم سرچ میتونیم بکنین تو خود شرکت ها اتاق بازرگانی بپرسین، شرکت هایی که هستن در رابطه کارگزارا، حالا اگه اطلاعات بیشتر در این زمینه خواستین هم از مشاورای در واقع آراد برندی هم ایمیلو که من خدمتتون گذاشته بودم میتونین تماسی به ایمیلی بزنین، من اگر در این رابطه کمکی بر بیاد در خدمتتون هستم. خب حالا کشورهایی که در واقع مشتاق واردات سنگ آهن ایران هستن و علارغم تحریمات و همین وقتی که خودمون در واقع دیگه ممنوع نکردیم صادراتو، کماکان بار میرفته، یعنی تا همین دو هفته پیش من مثلا از شرکت TML در واقع تراپیکال مریتیم لاین، شرکت خط استوا جناب کاپتان بیلدری که از اساتید این رشته هستن و شرکتشون، من با اجازه آراد برندینگ چون پرسیدم، آره تبلیغ نیست ولی به هر حال من با اوقات استفاده میکنم، هم از سوادشون هم از اطلاعاتشون، هم قیمت یه چیزی میگیرم خدمتشون، اطلاعات میگیرم. الان دو هفته پیش دقیقا در واقع که کشتی که الان اینجا خدمتتون میگم، در واقع کشتی رو حتی تخلیه کرد، حتی بارگیری شده بود اینم تخلیه کردن، ممنوعیت الان دیگه واقعا سفت و سخت گرفتن، در حالی که باز یه مقدار بالاخره چون گمرک مشکلی نداشته، قانون گمرک نبوده، ولی قانون سمت بوده که اجازه چیز نمیشه انجام بده. خدمتتون عرض کنم وزارت سمت اجازه صادرات نمیده به خاطر همون حمایت از فولادسازان داخلی که در اینجا من پایین خدمتتون عرض کردم. خب کشورهایی که بوده، کشورهای امارات و هند و چین و عمان و تا حدودی هم ترکیه، به خصوص چین که خیلی زیاد بوده و امارات و هند هم بوده و عمان هم همینجور، اینا انجام میشده. ولی خب الان عرض کردم که از پارسال 98 تعرفه 25% گذاشتن و از چند وقت پیشم که دیگه بالکل ممنوع کردن و از دو هفته پیشم با توجه به اینکه ممنوع کردن بازم عذرخواهی میکنم، باز کشتی بارگیری میشده، هم میشده، حالا به چه شکل قاچاق بوده این دیگه، چون قانون بوده و نمیشده دیگه. الان از دو هفته پیشم خیلی سفت و سخت نیروی انتظامی و قوه قضاییه وارد عمل شدن و اجازه نمیدن. بخشید از بخشید. خب خدمتتون عرض کنم، اینم من خدمتتون عرض کردم دیگه، اگه اجازه بدین از این راحت شم که فولاد سازان داخلی، خب به نفعشون، میبینید اینا در واقع یه جورای رانت بود براشون دیگه، شما سنگ آهن در واقع خام می آوردین با قیمت خیلی مناسب می گرفتن و در واقع حالا قبلش اصلا زیر 40% 50% باید بهشون در واقع می دادن به فولادسازان جهت تو پشتیبانی و در واقع حمایتشون و برای اینکه اونا از اون بر قیمت تمام شده شونه در واقع کمتر کنن، که به همین نسبت در مثلا صنایع خودرو نمیدونم فلان فلان این اثر بذاره
و قیمت ها در واقع کاهش پیدا کنه، که خب متاسفانه به هر حال این وسط دیده خب استفاده میکنه، یعنی از اون چیزای رانته 50% کمتر استفاده میکنن ولی قیمت تمام شده شون رو در واقع یه جورایی به همون بالا میفروختن، که خب در واقع به یه شکلی هم خود اونایی که صادر کنندگان یا اونایی که معدن داشتن دوست داشتن با این شرایط خب صادر کنن، که حالا عرض کردم اینا به خاطر حمایت در واقع از صنایع داخلی، تقویت تولید گندوله در شرکت های تولید کننده، خدمت شما از کنم واحدهای فولادساز داخلی که اینا جلوی در واقع صادرات رو گرفتن که این بیاد به این سمت، و در واقع یه جوره البته عرض کردم این در سیاست خیلی کشور هست، شما خام فروشی نکنید، بیاید اینو یه پروسه انجام بدین روش، در واقع حالا وسائلی میخواد، سنتی میخواد، علمی اگه میخواد که آوردن الحمدلله الان از چند سال پیش ما خود مرتب وارد میکردیم، اون از برزیل، از هند، از اینجا مرتب همین گندوله دیارای تا چند سال اخیر مرتب با کشتی وارد میکردیم خودم، ولی حالا الحمدلله اینا رو که آوردن خب این خوب شده، اینا داره انجام میدن، گندوله خودمون میسازیم، کانسانتر خودمون میسازیم، آهن اسفنجی دیارای خودمون داریم میسازیم، اینا خب هر چقدر بیشتر بشه واقعا عمل بشه بشه و اجرا بشه بسیارم عالیه در واقع. حالا به هر صورت باز الان خود سنگ آهن خام محسوب داره، بای پروداکتش من تاکید میکنم شما تو هر زمینه‌ای بخواید میتونین در واقع انجام بدین، بای پروداکتش رو صادراتش رو بازاریابی کنید و چیز خیلی خوبی هم هست و این هم هست که مثل طلا میمونه و هم داره ارزشش میره بالاتر با مشاوره با اساتید محترم آراد برندینگ و همینجور در قسمت های مختلف دیگه که از دوستان دیگه، حتما مشاوره انجام بدیم ولی وارد بازارش بشیم به نظر میاد وارد بازار خوبیه که نوعد در واقع استاد نظام پرور دوستان در موضوع صلاح دونستن که در واقع روی این فوکس بشه و مانوف بشه، و اینکه به زودی احتمال داره انشاءالله به حال بحث تحریم ها و اینا خب به حال یه مقدار بازتر بشه، شما بای پروداکتش رو حداقل بتونین راحت تر انجام بدین و بتونین صادرات انجام بدین. خب اینم که همینجوری عرض کردم خدمتتون، این دیگه در واقع جدیدترینه که با در واقع 5 6 تا کشتی بوده که دو هفته پیش عرض کردم که من از دوستان پرسیدم دو تا کشتی بارگیری شده بوده ولی برگردوندن تخلیه کردن، والا میدونید چقدر این خسارت داره، یک کشتی که بارگیری شده با اون همه هزینه و رفت آمد دوباره برگرد و در واقع تخلیه بشه، ولی خب دیگه چون قانون ازش سفت و سخت گرفتن، و اینجا همینجور که میبینیم معاون در واقع رئیس کل دادوستری استان هرمزگان که اونجا تو منطقه هستن در واقع یه جور قانون دریایی ایران هم همونجاست، ایشون هم گفتن که در واقع توسط دستگاه قضایی این بوده که آقا رو تولید و اشتغال رونق پیدا کنه صنایع، مخصوصا تو صنایع فولاد و ذوب‌آهن، و سبب رونق صنایع مصرف کننده فولاد هم بشه که با محصول با صادرات محصولات نهایی ارزآوری این صنعت نیز ارتقا یابد. این در واقع سیاست کلی از خدمت شما عرض کنم چیزی که توی دیدگاه هست برای اینکه سیاستی در جهت ممنوع کردن صادرات اینا. و اما بحث در واقع حمل کشتی، خب اینم من عرض کردم خدمتتون با توجه به زمان، چون که یه مقدار شما در بحث کلاس جناب کاپتان حاتمی من دوستانی بودن من تو از که نبودم خلاص میکنم که کشتی ها خلطه آشرا کنتینر بودین و کشتی های کنتینری و خدمت شما، که البته اینو میگم فقط یه نشونه که بعد خودتون برین هر کدوم اینو واقعا یه عمق زیادی داره، واقعا هر کدوم اینا خیلی وسته و حرفه‌ایه و خدمتشون یه رشته است اصلا، برای فقط یه اشاره هست به اینکه شما اگه علاقمند بودین و یا مورد نیازتون بود برین در واقع اطلاعات بیشتر بید. خب ببینید اینجا ما کشتی های فله بر رو داریم که همجور میبینین اسمش به اسم فله، حالا به انگلیسی هم بالک کریر، هر چیزی که به صورت بالک باشه غیر بسته بندی باشه، بالک مثل معروف ترین شو که شما میبینین غلاتی که به صورت جو، گندم، ذرت، سویا و از اون ور دیگه کارگاه دیگه مثل همین شکلایی که نشونتون دادم، آیرون اور، سنگ آهن، سنگ نیکل، سنگ روم، کروم، ببخشید خدمت شما عرض کنم،
سنگ‌های معدنی مختلف در واقع و هر چیزی در واقع غیر مایع باشه و در واقع به صورت حالت درای بالک، حالا هر چیزی که در واقع به صورت غیر بسته‌بندی باشه، بسته‌بندی نباشه و به صورت چیز باشه، خودمون هم می‌گیم بسته فله شد، مثلا تو بسته در مدریخ فله شد، همین اصطلاح هست، به صورت فله و بدون بسته‌بندی استفاده میشه. که حالا اینجا ما کشتی‌هایی که داریم، ببینید یک کشتی حالا سمت راست بالا جرثقیل یا کرین داره، خدمت شما عرض کنم که حالا 5 تا انبار با 4 تا جرثقیل داره که میتونه از خودش استفاده کنه، گرب هم اونجا داره که موقع بارگیری و لودینگ و دیسچارجینگ در واقع از اینا استفاده کنه. سمت چپ بالای کشتی که در واقع گیلس دیگه کانت نداره در واقع کرین و یا جرثقیل رو، اینا از حتی ما از بندر استفاده کنم برای تخلیه بارگیریشون. ببینید به بزرگتر هم هست، حالا من اونجا خیلی سریع انواع کشتی ها رو میگم. این کشتی پایینی سمت چپ که میبینید یه چانمکس خیلی بزرگه، واقعا خدمت شما عرض کنم. سمت راستتون هم همینجور اینا انواع و اقسام با سایز های مختلف که هی داره مرتب هم افزایش پیدا میکنه. البته یه نکته بگم، پارسان دقیقاً یه دونه از اینایی که چاینماک 400 هزار تونی بود و تو برزیل دوچار مشکل شد و آب همون تو بغل اسکلت وارد انبارا شد، یه مقدار توی کانستراکشن اینا در واقع توی آیمو که مال شاخه سازمان ملل در رابطه مسائل دریایی مربوط میشه و نظارت میکنه و قوانین از طرف اون اجرا میشه و یه سری مسائل هست حالا توی ساختش، ولی این در واقع یه خورده مشکل بعد داره همینجور هی میره بالا. حالا ما اینا رو در واقع کشتی ها که اینجا من توضیح دادم، کشتی های تجاری هن که به صورت خاص برای حمل محمول های فله ای از قبیل غلات، زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ های معدنی، سیمان و سایر کالای فله طراحی شده مورد استفاده قرار میگیره. حالا به خاطر اینو شما حتما به گوشتو میخوره، من این فریزا رو خیلی سریع میگم خدمتتون، زودم ازش میگذرم. ببینید اینجا در واقع اصطلاحاتی که توی حالا نوارشیده یا ترمایی که استفاده میشه توی حتی ترید و حمل و نقل هم ازش استفاده میشه، این هست که خدمت شما عرض کنم، یکی هندی سایز که ظرفیت دد ویت، دد ویت در واقع بار، مقدار بار اضافه حالا سوخت و آب و وزن پرسنل اینا بدون وزن کشتی، در واقع یه جورایی نشون دهنده باره. حالا شما اینجوری در نظر بگیرید که من چون زیاد میدونم وارد جزئیات لازم نیست بشم براتون، ولی دد ویت رو در واقع یه جورایی نشون دهنده خدمت شما عرض کنم که بار هست. خب هندی سایز 10,000 تا حدودش 30,000 یعنی کمتر از 40,000 تون رو بهش میگن هندی سایز. هندی مکس یعنی در واقع میگه ماکسیمم هندی که میگه این کشتی میگه هندیه، دم دستی دستی برای خیلی از بارها قابلیت داره، اینا از همون اصطلاحات گرفته شده. در واقع 40,000 تون تا 50,000 تون اینا در واقع ببینید هندی سایز ها، هندی مکس ها، حالا با یه ذره بالا پایین تر و پانوماکس ها، کشتی ها که حالا بالاتر میگن پانوماکس ها و لوش 70,000 تونی هستن، اینا در واقع همین سوپراماکس ها برای تریدای ما به حداقل ایران مثلا 30,000 تن، 40,000 تن، 50,000 تن چیزایی هستن که شیپمنت های نرمالی هستن که در واقع توی ایران انجام میشه. حالا میگم خارج چین 400,000 تن، 920,000 تن و اینا، حالا به از اروپا به اینجا، از اونجا به اونجا هم میشه، ولی در حال حاضر چیزی که تو ترید ما بیشتر همیشه همین هندی سایز ها و هندی ماکس ها هستن و گاهن تا پانامکس ها برای در واقع استفاده میشن برای این در واقع بیشتر همین تا هندی سایز برای حمل در واقع آیرون ها. و سوپراماکس 50,000 تن تا 60,000 تن کیسه که 80,000 هم این کشتی های دیگه در واقع از حالا اسمش برای اینه که از بالای 80,000 تن الان نیابته یه مقدار بیشتر شده دیگه، از سوئز نمیتونستن کانرات سوئز رد بشن، باید میخوان دور کیپ تاون، دور در واقع اون دماغه امیدینی دور پایین آفریقا رو دور میزدن، نمیتونستن رفت برن. از مثلا اگه فرض کنه از ایران میخواستن برن اروپا دیگه از کانرات سوئز میزدن، باید از طریق کیپ میرفتن، در واقع میگفتنشون بالای 80,000 تن رو دیگه کیپ سایز. یه پانوماکس داریم که اولوش در واقع 50 تا 80,000 تن که عرض کردم خدمتتون. حالا اینا اگه قرار باشه واقعا از سوئیچ بر اساس کانال پاناما ساخت، یعنی ماکسیمومی که میتونه از کانال پاناما رد بشه، یا پایینش که مثلا سوئز مکس، ماکسیمومی که میتونه از کانال سوئز رد بشه، اینم بین 50 تا 80,000 تن ساخته میشه. ولی اگه قرار باشه واقعا از کانال پاناما رد بشه که حالا میگم ما رد نمیشیم بخاطر در این موقع کاری که نداریم و اینا، تریدی هم نداریم، فقط جهت اطلاعاتون، مثلا با هلوهاش 52,500 تن بار میتونه بزنه که از تو کانال بتونه رد بشه. و ما یه سری کشتی دیگه هم داریم، ولی لارج اور کریرز
در واقع چانامکس ها میگن، یه سری هم اوبو داریم، اور بالک اویل، هم در واقع اور هم میکنن هم بالک هم میکنن، مثلا هم میتونه سنگ هم بریزه، هم میتونه گندم بریزه، هم یه جوری میتونه مثلا یه بخشی از اویل کیمیکال بریزه که چنگانگی اونم خیلی کشتی های خاص و کم هم هستن. و خدمت شما از کنم چانامکس ها که دیگه تا از کردم تا 400 هزار تون هم اینا در واقع دارن. خب من این رو زیاد روی شما چون زیادم کاری نداریم پست پانامکس رو شما بیشتر همون هندی سایز و هندی مکس رو در واقع بیشتر یا نهایت تا در واقع پانامکس رو گاهی اوقات استفاده میشه. حالا اگه بیشتر هم باشه که در زمان ایشالله که بشه در اون موقع میتونین در واقع با مشورتی که میگیرین کشتی مناسب انتخاب کنین که اونو من حالا باز خدمتتون در بخش آخری عرض میکنم. خب اینا هم سوئز مکس هم که عرض کردم به خاطر در واقع سوئز کانال که حالا اون خودش داستانی داره و انشالله یا من یا جناب کاپیتان حاتمی دوستان دیگه در واقع بخشایی رو در واقع توی بباس بعدی انشالله عمری باشه و سعادت باشه باز گریزی میزنم. خب سوئز کانال هم خب میدونی یه راه ارتباطی اصلی بین و خیلی کمک میکنه. در واقع میدونی شما با چند روز با چه هزینه سوخت اینا برید دور به دور آفریقا رو دور بزنید بیاید بالا دوباره برسید به اروپا و اینجا یه شورتکات دیگه رد میشه میری و قیمتش هم خیلی همچون کم هم نیست، یعنی پول نسبتا زیادی با توجه به توناژ و اینا میگیرن، ولی یه رستریکشن داره به خاطر هم سایزش در واقع پهنای کانال هم به خاطر درفت یا آبخورش که حالا اینا الان درجش کردن قبلا رو تا 80000 تومان یعنی بالای 80000 تومان بعد میره بیرون، حالا تا اولوش مثلا 20 متر آب خورد درفت در واقع درفت و مقداری از کشتی که تو آب میمونه و مقداری که بالاست هیچی از کیل در واقع تای تا کف کشتی رو بهش میگن کیل که از اون کیل کشتی تا اونجایی که در واقع تو آب میمونه کشتی که حالا با بار بذاری مثلا فرض کنید تو 10 متر درفت وای میسته با توجه به وزنش و چیزایی که روش هست، حالا وقتی شما توش 50000 تومان وای میذاری این میره مثلا روی فرض کنید مثلا حالا ببخشید اگه مثلا سبک باشه 6 متر میشه 6.5 متر میشه توی کشتی مثلا 50000 تومانی حدودا از من خدمتتون، حالا 50000 تومان بار بذاری مثلا میره رولش 10 متر 10 متر 9 متر 10 متر حالا پانامکس تا 12 متر 13 متر درفت میشه، یعنی از اون کف کف حساب کنید تا جایی که تو آبه اونم بر اساس عمق آب دیگه، شما جایی که مثلا عمق آب باید مثلا اگه میخوای 20 متر در واقع باشه درفتت باشه باید زیر تا حداقل 2-3 متر آب باشه دیگه، شما تا با سرعت کم که پروانه به کف نخوره خودت به کف نخوره کشتی به کف نخوره اینه در واقع خود کشتی تو به کف نخوره اینه که باید یه در واقع پایینش یه مقداری سیف یه مارجین باشه یه دپت آف واتری در واقع باشه که بتونه هم حالا اینو در واقع الان رسیده به اولوش 20 متر و یکی هم که در واقع هایتی که هایت هم از اون در واقع هایت کشتی از کیل داره تا بالا که اون کشتی ما نشون دادیم بالا مستی هم داره و اینا یده دکلی که داره از اون کیل تا اون بالا یه هایت داره، ولی وقتی تو آب قرار میگیرین شما سبک یه هایتی بالای آب داری وقتی بار میزنی یه هایتی داری که اینا رو خب تو خیلی از جاها شما مثلا اگه بریج پل داشته باشه خدمت شما باید رعایت بکنید که این هایتتون مثلا یه بارتون رو جوری بزنی یا آب اگه لازمه بگیرید که هایتت از اون بالا نره بتونی از زیر پل رد شی. این حالا در واقع خدمت رو عرض کنم به هایت لیمیتیشن 68 متر در واقع که در واقع هایتی که داره بریج داره 70 متر شما 68 متر دیگه در واقع بیشتر نباید بشه، این هم حالا بحث اطلاعات عمومی هست کردم خدمت. خب و اما اینا بارایی که در واقع هم میشه با کشتی که حالا ما غیر از اون آیرون اوری که به صورت خامه لام در واقع هم سنگ قلب سنگ راحت ترین شه راحت از معدن گرفته میشه و میریزن توی در واقع کامیون میریزن توی کشتی، اون در واقع خدمت رو عرض کنم غیر از اون که هیچ خطری نداره سنگ خاصی حالا میره بیرون وقتی پروسه میشه که عرض کردم خدمتون به صورت مخصوصا دیارای یا همون آهن اسفنجی و خدمت شما از کم کانسنتریت یا به صورت پول یا پودر حالا پودر یه مقدار غلیظ‌تر یا چون میگم این هر کدومش هفته جزئیات و چیز تخصصی داره ولی من هم نمیخوام ذهن شما رو بی خودی که با اون چون واقعا چیز نیست و هر موقع شما ایشالا بشی خب با هر موقع وارد کارش بشین و بخواین اسپسیفیکیشن کارگو رو با مشخصات کاملش، ولی الان در واقع فقط اینو جهت اطلاع میگم خدمتتون که داشته باشین و خودتون برین هر کدوم اینا رو
سرچ کنین یا دنبال باشین، با حالا یا بعداً اگه لازم باشه اساتید مثلا آموزش جنوسان زاهر بر خانم خوشگل سلام بتونن بخشای بیشتر توضیح داده بشه به هر دلیلی که ما در خدمتتون هستیم یا ما و اساتید دیگه. ولی در حال حاضر فقط اینقدر بدونین که آره مثلا این دیارای در واقع آهن خطرناکیه و کانسنتریت و آهنی که به صورت پودر در واقع میشه، ولی آرنوری که به صورت پلت همونی که از کنم سفته، این خطری نداره، این چیز خاصی نداره، کاری روش انجام نشده، آهن میندازی رو کشتی و به حساب بار میشه. جدا از این که فقط تنها یکی از مواردی که حالا اینایی که من خطرات دو سه تا رو عمده رو گفتم خدمتتون، کشتی ها میتونیم بار حالا من جلوترم خدمتتون عرض میکنم که اینا کشتی ها فله برا ساخته شدن طبق قوانین هم IMO مشخص کرده، طبق کنوانسیون هایی برای سازندگان کشتی ها که باید یک سری مینیمم های رو رعایت کنن و هر کشتی میاد یه کلاس میگیره. مثلا کشتی خدمت شما عرض کنم کشتی بخشی من سوالا رو میزنه یه ذره حواسم پرت میشه، عذرخواهی میکنم، حالا سعی میکنم نگاه نکنم ولی که اوقات میخوام اینم صدا هست نیست، عذرخواهی میکنم خدمت شما عرض کنم که ببینید اینا میان برای در واقع تحت کلاس. حالا من یه کلاسش که معروف خدمت میگم لویدز رجیستر، در واقع لویدز آف لندن رجیستر، یه دونه کلاسیفیکیشنه. هر کشتی موظفه وقتی میخواد سازنده درخواست ساخت بده توی شیپیارد مثلا چین، ایران، کره، ترکیه، میاد یه کلاس رو برای خودش انتخاب بکنه. تو ایران ما ایرانیان کلاس داریم که به اسم ایرانیان کلاسیفیکیشن سوسایتی و خدمت شما هست کنم و یکی ایشیا کلاسیفیکیشن سوسایتی، حالا ایرانیان رو میگن IRS و ایشیا رو آسیا رو میگن ACS. یعنی تو بخش تحریم ها چون کلاس ها رو هم تحریم کردن که نمیتونستن کشتی ها رو کلاس بکنن، تمام کشتی ها مجبور شدن کلاس های با پرچم ایران بیان از کلاس های ایرانیان و آسیا استفاده کنن. برای قبلا که آزاد بودن خیلی کشتی ها لویدز لندن، جیل آلمان، نمیدونم دی ان بی و غیره که یارو 4-5 تا اساسی هستن، ولی حالا لویدز من خدمت ها اینا میونه برای کشتی از کوچکتری، یعنی از لحظه ای که شما کیل در واقع همون کف کشتی رو میذارین میچینین اونجا، خدمت شما عرض کنم که میخوان دیگه برگشت میتونم اصطلاحا میگن کیلو لیت، پلیت خاصیه با یه اسپسیفیکیشن خاصی با یه وزن خاصی، اینو میارن خدمت هست کنم که توی میچینن و بعد بقیه کشتی رو دیمون میشه. از اون اشتراز کنیم پیچش قانون داره که هر کدوم باید بر یک اساسی در واقع اینا خدمت شما عرض کنم که ساخته بشن، بر اون اساس ساخته که حالا کشتی های فله بر حالا اینا باز ساخته میشن حالا بر اساس اون چیزی که اونرش میخواد. اگر میخواد مثلا فقط گندم و جو اینا بزنه، در واقع بال که مثل گرین و اینا بزنه، خب اون مثلا یه سری تو ساختارش آهنش لازمه، ولی اگه قراره مثلا آهن بزنه، آیرون اور بزنه، فلان بزنه یا اضافه بر گندم و اینا، در واقع این بالاتر دیگه، یعنی اگه کشتی ساخته باشه شده باشه برای فقط حمل گندم، ممکنه اجازه نداشته باشه که آیرون اور هم بزنه یا سنگای آهنی معدنی دیگه یا سالید بار کارگو، یعنی کارگوهایی که سفتن مایه نیستن و غیر از گرین، غیر از غلات، همین نوعش، همین سنگ آهن بهترین مثالشه، زغال سنگ و اینایی که شما به هر حال تو ذهنتون داری، اینا در واقع باید یه ساختار خاصی دارن، لازمه باید آهنشون قوی تر باشه و خیلی چیزهای دیگه که من وارد جزئیاتش نمیشم، باید ساختار خاصی که مقاومت داشته باشه. ببین شما یه کشتی با طول مثلا 200 متر 150 متر، حالا هندی سایزا همون هندی ماکسا، اینا خب باید بتونن 50,000 تن بار میخوای شما بریزی توش و بار سنگی، حالا من تو استویج فاکتوره که خدمتتون میگم و هر چقدر بار، مثل همون حکایت پنبه و آهن دیگه، شما مثلا 10 تن پنبه میخوای بزنی توی محفظات یا میخوای 10 تن آهن بزنی، 10 تن آهنت میشه کوچولو، بعد میاد تو انبار، اگه شما آهنت بخواید مثلا یک کوچه بزنی، خب فشار میاره اونجا دیگه، به اون اونجا فشار بیشتری میاره. بعد حالا اینا نکاتی هستن که من دیگه چون میگم به عملیاتی رو نخواستم ببرم، فقط این دو تا مورد، دو سه موردی که در رابطه با کارگو شما یه جوری، بعدم شیپر موظفه در موقع هم این نکات تخصصی در واقع اسپسیفیکیشن و دیسکریپشن کارگو رو در زمان هم چه میخواد به چارتر بده، برای چارتر کنی کشتی،
چه در واقع به اونر میخواد بده مستقیما، اون باید بده اسپسیفیکیشن کشتی که یه فرم داره. حالا من جلوتر شده برسم و خدمتتون بگم اینو در واقع عرض به خدمتتون که اونجا باید دکلیر بکنه. اینا مهمه که من از دید شما میگم. خب اینا دو تا خطر داره، یکی در واقع اونای آهنای در واقع عرض به خدمتتون پودری کانسنتریت و پودر آهن، در واقع ما بهش بگیم پودر سنگ آهن نیست، در واقع آیرونور فاینه، یه جوره آیرونوری که نرمتره و یکی کانسنتریت. این دوتا در واقع چی دارن که میتونن لیکویفای بشه. حالا ببینید من بخاطری که داشته باشین اینجا توی عکس نشون میدم، ببینید شما تو عکس پایینی وسطیه سمت چپ این الان آیرون اور فاینه، در واقع یعنی حالا یه نوعی خاک آهن سنگ آهن ریخته شده اینجا. شما ببینید میتونید باور کنین که در حمل و در اثر حرکت و وایبریشن، حرکتی که کشتی داشته و رولینگی داشته، این به خاطر وجود آب داخلش تبدیل شده به این دست راستیه، یعنی شده آب خالی، شده آب که نه، این خطرناک از آبه، مثل جیوه میشه، مثل جیوه میشه. ببینید حالتون کشتی بالایی رو ببینید توی دریا، این حالت از من رو جلوتر بهتون توضیح میدم، حالا اینجا بایزتون بوریز بزنم که در واقع اینا شما وقتی به عنوان شیپر بارتون میدی، حالا از کارخونه میگیری، اونجا یه آنالیز باید بگیری که آنالیز این توش میگه آهنش چقدر، نمیدونم فسفرش چقدر، گوگردش چقدر فلان، و یکی هم میگه آب داخلش چقدره. بعد شما جدا از اون باید یه داکیومنت بدی، یه سرتیفیکیت کیت بدی به در واقع کشتی، صاحب کشتی، چارترر، که آقا اینی که من دارم باری به شما میدم، این مثلا آب موجود در این بار 8% مثلا، 8% خیلی، 1% مثلا، بعد این بار با توجه به خصوصیاتی داره، وقتی آب موجود درش 8% به بالا باشه، مثلا برسه به 10% میشه آب، خیلی کمتر از این، یعنی 70% اون خیلی کمتر، مثلا یه سری نزدیک 8% و حالا یکم بالاتر پایین تر، یه مارجینی حساب میکنم، میگن آقا این ماکسیمومیه که شما میتونید توی کارگوت آب وجود داشته باشه، اگر بیشتر از این باشه به اصطلاح هم بهش میگن ترانسپورتیبل موسچر کانتنت یا موسچر لیمیت، در واقع اون مقداری که شما آب موجود تو کارگوتون باشه، از اون بیشتر اگه باشه شما نمیتونید بار این بار اجازه نمیدن حملش بکنی، به خاطر که به این تبدیل میشه و خطر داره برای حملش و کشتی رو در واقع به اون حالت میرسونه. یکی هم در مورد DRI که اینجا برگردیم، DRI دو تا حالت داره، یکی این که وقتی توی چیز قرار میگیره، اگه حالته چون اکسیژن ازش گرفتن و به DRI تبدیلش کردن، حالا وقتی میاد تو هوا اگه اینو ولش کنن با اکسیژن در واقع دوباره مخلوط بشه به اندازه کافی و یه واکنش شیمیایی میده که باعث میشه در واقع یه حالت تولید گرما بکنه، یواش یواش حرارتش میره بالا و یه جای دیگه خیلی خطرناک میشه. یا این یکی از خطراتی که قالم راست کشتی عملیاتی من واردش میشن باید چک بکنن و خیلی قبل از اینکه در واقع این حرارت به یه حد غیر قابل کنترل بشه، کار پیشگیرانه که حالا هم توی یه کد هست که اون من جلوتر خدمتتون عرض میکنم، بر اساس اون، بر اساس تجربه، بر اساس اوت میخوام پریکاشنایی که باید انجام بده و ازش جلوگیری کنه. یکی دیگه از خطراتی که داره که با گاز هیدروژن از خودش اگه با آب قاطی بشه، این دیارای گاز هیدروژن متساعد میکنه که میدونی گاز هیدروژن هم خطرناکه، حتی در چیزایی مثل 1% بالاتر 1% میتونه در واقع بالاتر اون حالت خطر داشته باشه و انفجار بده، که اینو در واقع خدمت شما عرض کنم خیلی مهمه، خیلی خطرناکه. همیشه باید جوری باشه که واتر تایت باشه، ودر تایت باشه، در انبار بسته باشه و اینرت باشه، در واقع یعنی سیستم جوری باشه که اکسیژن لیمیت شما بیاد پایین، به هیچ صورتی این نتونه با این در واقع مخلوط بشه یا دچار انفجار بشه. خدمت شما عرض کنم به صورت اینرت بلنکه، من دیگه بیشتر توضیح نمیدم خدمتتون. اینا عکس ببینید، یکی در واقع اونو که عرض کردم لیکویفکشنه، در واقع بار به مایع تبدیل میشه، مایع مثل حالت جیوه که بیش در میاد و گفتم خدمت حالت استرس به خاطر استویش فاکتور بار، اگر چون بار سنگینی هست خوب چیده نشه، خوب در واقع توی انبارا
تقسیم نشه، لول نشه، ترین نشه، این میتونه در واقع باعث شکستن کشتی، چون سنگینه دیگه، یه دفعه از وسط کشتی رو میشکنه. این مشکل خیلی از بارکریاست که مثل دست راست پایینی و یکیش در عرض مثلا 5 دقیقه شده، موردهایی که میتونه 5 دقیقه کشتی در واقع غرق شده. و سمت چپ پایین هم در واقع اکسپلوژنه، اکسپلوژن دیارایه که یک دفعه در واقع اتفاق افتاده و گریزی ازش نبوده. خب ما قراردادایی که داریم، ببینید من اینجا اینو خدمتتون عرض کنم، ولی متأسفانه ساعت ما اومدی که مثلا داری گفتم، ولی باز یه بخشی شو حالا عرض به خدمتتون که سعی می‌کنم انجام بدیم و بگم خدمتتون که تا 4:30 مولای پنجم برتر با عزتتون تماشا کنم. خدمتتون عرض کنم قراردادای معمولی که ما تو حمله سنگ آهن داریم و کرایه حدودی شد. خدمتتون هستم برای اینکه شما قرارداد رو حدودی در جریان باشی، این اصطلاحات رو شما بخشش هم خدمتتون گفتم، سالید بار کارگو، گفتیم کارگو محکم مثل آیرون اور، نرم مثل گندم، در واقع یه مقدار سخت و لیکوید هم مایع نیست و سفت دیگه، ازش میگه کارگو سفتیه. خدمت شما هستم IMSBC کد که این در واقع برای حتی شیپر که شما اگه بخواید کارتون هم صادر بکنید، اینجا هم برای شما یه سری چیزا داره که باید رعایت بکنید، بس بنادر، سازمان بنادر، خود اونر، چارترر، اینا همه رو چک میکنن. که حالا من یه مثالش رو یه پایین همون در واقع فرم در واقع دکلریشن اونر هست و شیپر هست و خدمت رو میارم و عرضم کردم که یه سری اطلاعاتش باشه. این به اسم اینترنشنال مریتایم سالید بالک کارگو کد، این از طرف از کم سازمان IMO در واقع سازمان بین‌المللی دریانوردی، یه بخشایش که مرتبط هستن، حالا کمیته‌ای که داره، این کنوانسیونایی که داره در رابطه با کارگو کشتی و غیره که میگم ذهنتون رو زیاد درگیر نمی‌کنم، یه کدیه که در اون استانداردها نوشته. شما چیزایی که باید رعایت کنید، تعاریف چه باره خطرناکن، چه جوری اسم، حتی لیست دونه دونه باری که شما دارین به سه نام نمی‌دونم فرانسه، انگلیسی و خدمت شما عرض کنم که ایتالیایی در واقع اسپانیایی اینو داره و خدمت شما عرض کنم پریکاشنی که باید بگیرین و اینا رو هم گفته. خب شیپر دکلریشن که من جلوتر نشونتون میدم، در واقع شما شیپر به عنوان در واقع حالا یا صادر کننده یا صاحب کالا اونجا اظهار میدارین که کارگو، حالا غیر از اینکه اسمش، بعد اسپسیفیکیشنش که شامل چه چیزایی هست، آهنش چقدره و غیره رو خدمت رو عرض کنم که توی اون اظهار میکنه. استوریج فاکتور من اینجا نوشتم مقدار حجمی که 1 تن از محمول اشغال میکنه، بارک دنسیتی مقدار وزنی به کیلوگرم که 1 متر مکعب داریم، برعکسونه 1 متر مکعب بار چقدر به کیلوگرم وزن داره، اون یکی 1 تن از محموله چه فضایی میده. ما استوج فاکتور خب بیشتر هم باش کار داریم که همون مثال معروف پنبه و آهنه. این موشتر کانتن مقدار رطوبت آب در موجود در محموله است. فلو موشتر پوینت مقداریه که به صورت درصد، مقدار درصدی از رطوبتی که محموله به صورت مایع در میاد دیگه شروع میکنه حرکت کردن. اینو عرض کردم به تو TML یا ترانسپورتبل موشتر لیمیت، حد اکثر مقدار رطوبت مجاز قابل حمل در محموله است. و خدمت شما هستم یه سرتیفیکیتی که اینو در واقع حتما شیپر شما باید قبل از اینکه بارتون بیاد اینو بیان ارائه بدین که توش اظهار میدارین و امضا میکنین، جدا از اون دکلریشن که میگین که آقا این بار موجود، آب موجود در این بار من مثلا اینقدر درصده، 1 درصده. و خدمت شما هست کنم TMLش هم قابل حملش، در واقع حد اکثر مقدار رطوبت مجازش هم مثلا اینقدره که حالا اینجا من آوردم. خب ببینید این سرتیفیکیته، سرتیفیکیت که میگه تاریخ میذاره کشتی MV هانی فیوچر، بعد شما به عنوان چارت شیپر کانفرم میکنید که کارگوی آیرونوری که دارید روی کشتی MV هانی فیوچر بارگیری میشه، اولا که فلیمبل نیست، اکسپلوسیو نیست، بعد اسپسیفیکیشنش هم اینه، انکلاو ریپوز، اون در واقع وقتی بار رو میریزین، حالا زیاد ذهنتون چیز نکنه، برای مثال بار رو میریزین توی انبار چه زاویه‌ای با سطح افق میگیره. موشتر کانتنت که مهم بود در واقع اینجا ببینید 0.85%، استوریج فاکتورش همون مقدار حجمی که 1 تنش در واقع میشه 0.33 متر مکعب هر تنشه، فلو موشتر پوینتش 9
21% نهم از 21%، یعنی ببینید شما این یه از یکم 1% هم کمتر آب توشه و اگر در واقع به 9.21% برسه آب موجود در اون بار به حالت مایع در میاد و تا کی قابل حمله خیلی کمتر از اون 9.21 به حالت مایع در میاد، وقتی برسه به 8.28% در واقع دیگه غیر زیر 8.28% اگه یعنی بالای 8.28% باشه اجازه هم نداره، چون دیگه به اون خیلی نزدیک میشه، یه حاشیه هم داره و اجازه هم رو نداره. اینو امضا میکنین که اینجا من این پایین آره اگه نیست شما یه خورده با اون در واقع ذره‌بینتون بزرگترش بکنین. اینم در واقع آنالیزیه که کارخونه‌ای که شما باره گرفتین از روی کارخونه خودتون مقدار آهنش رو، مقدار خدمت شما عرض کنم اسکر فسفر رو به خصوص مسچر کانتنتش رو توش نوشته. خب اینم اون عرض کردم که بر اساس IMS BS کد در واقع همون سالید بال کارگو کد حالا ما بهش بگیم، اونجا مشخص کرد برای شیپر که باید بر اساس این فرم، یعنی شرکت هایی که در واقع شما میخواین برای حمل بارتون بریم بهشون مراجعه کنین، چه چارترر باشن چه خود اونر باشن، یه همچه فرمی رو به شما میدن که شما باید پر بکنین، اسم شیپر در واقع شما، سالا کانساینی، کریر که شما عرض کنم که اسم کارگو و همین مواردی که خدمتتون عرض کردم، یعنی آنالیز کارگوتون رو می‌نویسید که آهنش و فلان چقدر توشه، اگر خدمت همین مستر کانتنت و دی ام ال و ایناست، به اضافه این که اگر خطر دیگه ای داری، خطر اضافه ممکنه بار خاص باشه، خطر اضافه باشه تو این ستون بزرگی دست راست می‌نویسین، این که چه گروهی هست اینا ببینید که اگر تو سالید بار کارگو بارهایی که در واقع لیکویفای میشن به اسم گروپ A شناخته میشن، مثل همین مثلا کانسنتریت، یا گروپ B هستن کسایی که لیکویفای نمیشن ولی ممکنه هازارد دیگه باشن مثل DRI، و گروپ C هیچ خطر بالقوه‌ای ندارن مثل پلت، همون گندله در واقع، گندله معمولی، گندله متخلخل نه گندله معمولی، و اینجا هم شما اینو در واقع امضا میکنید. خب عرض به خدمتتون که من خواستم یه روپ رو بذارم برای سوال، ولی با عزتون اگه اجازه بدین چون مطلب اونقدی نیست که من هم بتونم بذارم برای جلسه بعد که مزاحمتون بشم، اگه اجازه بدین 10 دقیقه رو من خدمتتون بگم، بعد حالا عرض کردم من الان پایین بازم به ایمیلم هم تایپ میکنم آخر جلسه، شما اگه سوالی نرفته بود با عرض معذرت که نرسیدم، شما لطفاً خود سرعتمو کمتر کنم که در دوستان رو شما زیاد خواندم نگم، شما لطفا به من ایمیل بذارین و من در خدمتتون هستم، بازم واسخایی میکنم. خب ببینید اینم نمونه بیل آف لیدینگه در واقع، چون میگم واقعا بعضی موارد شو آدم دوست نداره به دیتیل بره، چیزایی دوست نداره، ولی حداقل یه بخشوی فکر بکنی بحث قول معروف ابتر میمونه، یعنی یه بخشویشو باید شما بدونید، در آخر سعی میکنیم که همه چیزای پیرامونش هست و خدمت. خب اینم بیل آف لیدینگ هم ببینید چند مورد شما تو کلاس های مختلف بحث کانتی هم تقریبا مثل همونه خدمت شما عرض کنم، فقط تنها تفاوتی که داره اولا ببینید، خب چون کامودیتی یه بال که به صورت 44000 خورده یا حالا 50000 تن یه نوع هست، اسپسیفیکیشنش هم مثلا آیرون اور فاین یا آیرون اور پلت، بعد پکیجش هم که نوشته این بال که حالا شما میتونید بزرگتر کنیم، اینجا خب به اسم در واقع شیپر رو دوستان ما با عزتون روشی گرفتیم و اونم حالا تو اوردر کانساینی که در واقع بازه شما بتونید چند دست برسه. اینجا تفاوتش ببینید که من رو جلوتر عرض میکنم خدمتون، توی ستون پایین سمت چپ اینجا که نوشته کلین آن بورد که در واقع عرض کردم باید و اگه ریمارک بذارن دیگه کلین نمیشه، اینجا کلین آن بورد میذارن که در واقع فریت هم پیبل از پر چارتر پارتی. خب چارتر پارتی این خیلی مهمه، شما توی کانتینر و نمیدونم جنرال کارگو و برای دیگه این بند رو نداشتین تا حالا، این چارتر پارتی اینجا در واقع توی بیل میشه که بقیه چیزا شما گفتیم بیل یک در واقع اویدنس شما اولا رسید کارگوز، بعد یه جورایی تایتل، حالا بعضی ها میگن سند مالکیت هست، بعضی ها نه حداقل به عنوان اویدنس سند مالکیت هست، اویدنس آف تایتل کارگو هست. جدا از اون خدمت شما عرض کنم که اینجا شما یه قرارداد داری بین شیپر، یعنی خودش
شما شیپر یه قرارداد داری با بایر که قرارداد میبندی جدا، اول بستی اصلا، یعنی باید این بار موجود باشه، اومدی یه قرارداد بستی حالا به چینی و فارسی اصولا که تو بنداشتی من وارد جزئیاتش میشم، اساتیدی که اصلا در بحث اسناد و مثلا قرارداد و اینا حتما مفصل گفتن که حالا بندای جزئیش مثلا نحوه پیمنت قرارداد ایکو ترمزی که توش هست و و الی آخر، اون قراردادی شما بین در واقع خودتون با بایرتون میبندی که بعد میای حالا کارهای گمرکی شو همونجوری که و وسط گرداب تو کلاهی در واقع گمرکی انجام میدین، ولی حالا شما می این توی این بارها میخوای حملش بکنی، حالا مثلا CIF هست و شما هم میخوای در واقع کشتی بگی چارتر بگیر، اپروچ میکنی به یه کمپانی که این دیگه فریت فوروردر نیست، حالا یه شرکت شیپینگه که میتونه هم دو تا دسک داشته باشه، تو در تاریخ دسکش در واقع کار فریت فورواردینگ رو انجام بده، یه دسکش هم در واقع چارترینگ رو انجام بده، ولی نه یه وقت ممکن هم هست فقط یکی فقط فریت فورواردینگ رو انجام بده یا یکی فقط در واقع کار چارترینگ و بخش در واقع شیپینگ رو انجام بده، که حالا من عرض کردم با اجازه حسین نظام هر یکی از شرکت های خیلی خوب و خوشنام که خیلی هم کار میکنه TML یا همون تروپیکال مارین لاین هست که خدمت شما عرض کنم اینا یا فریت فوروردر مثل زیادن دوستای گفتم سیراف پارت و نمیدونم یووایی که شما توی انجمن کشتیرانی برین اسمشون بزنید، اسم همشون میاد، بهتر اینجا به نظر من اونجاست که شرکت های معتبر هستن. خب شما اونجا در واقع اپروچ میکنید، اونا خودشون در واقع یا یه وقتی میشن چارترر یا شما میشین چارترر یا یه نفر رو به عنوان چارترر اجاره کننده یه کشتی در واقع برای شما انتخاب میکنن، اونه رو میگیرن، یه چارتر پارتی امضا میشه، یه چارتر پارتی در واقع قرارداد اجاره کشتی، شما بارتو خریدی گذاشتی حالا منتظری بیا یه کشتی بیاد هم کنی، شما میری از این شرکت ها حالا یا با کارگزار یه واسطه یا با خود شرکت ها در واقع اپروچ میکنی، ولی خیلی مهمه چارترر بسیار مهمه که شناخته شده باشه، پروفایل خوبی رزومه بالایی داشته باشه و کار کرده باشه. شیپونرها میگن نمیدن کشتیشون رو، چون الان اتفاقا زیادی حتی اخیرا شاید توی جراید اینا خونده باشین که همین داخلی مثلا شرکتی که معظم هم بوده بزرگ هم بوده ولی خب یه بخش در واقع با کلی متخصص همون بخش چارترینگ و نمیدونم اینا، ولی کشتی مثلا دو تا سه تا کشتی رو اجاره دادم یه چارتری که زیاد چیز نبوده ولی اومده بوده انگیزه ایجاد کنه، یعنی یه قیمت خیلی بالا داده بوده و اینا، بعد خدمت عرض کنم که چشمه یه دقیقه دیگه جواب نم، اگه نکنم حسین لطفا همون من الان تایپ کنم اگه یادم نره شما بی زحمت به این ایمیل بزنین، من حتما خدمت شما عرض کنم جواب بدم. دوستانم این ایمیل منه captainalevi@gmail.com، شما لطفا اگه سوالی داشتی حالا چه در مورد پروانه زوپی یا حالا چیزی دیگه غیره در مورد کلاس، من خدمتتون تا اونجا که بتونم در خدمتتونم. حالا بحثی هم که بیشتر به عرض کردم از اساتید و مشاورین محترم خود آراد برندی و دوستان سوال میکنه بگم منم در خدمتتون هستم، برای این خدمتتون عرض میکردم که این خیلی مهمه، شما یک شرکتی رو بدید یه پارتی فرمی در واقع باشه که چارترینگ کنه و خدمت شما عرض کنم که چارتر کنه برای شما و انجام بده کار چارترینگ انجام، که اینجا شما توی بی ال تنها تفاوتی داره شما در واقع تاریخ چارتر پارتی و ریفر میکنی که به چارتر پارتی که تاریخ فلان بسته شده طبق بندای همون باشه. اینجا ببینید این الان یه فیکچر نوت یا همون در واقع چارتر پارتیه که اینا در واقع فرمت های خاصی دارن که این فرمت ها از به خدمتون حالا یه نمونهش من اینجا آوردم در واقع یه جورای ریتنر ادامهش دیگه نیاوردم، من فقط اولش آوردم که بدونید. ببینید این در واقع شما عرض کردم اونجا یه فوروردر میخوای، اینجا وقتی بارتو گرفتی یه نفری میخوای یا حالا یه شما به یه کارگزاری مراجعه میکنی یه واسطه که اون میره برای تون یه چارتر پیدا میکنه یه کشتی میگیره، شما بارتو به کشتی میگم به قراردادی که داشتی برسونین دست در واقع خریدارتون، که حالا اونو یا میتونه خود کارگزار یا میتونه یه شرکت باشه چارتر بکنه، خودتون میتونین چارتر باشین اگر در واقع شرکت قوی باشین کاری کرده باشین، یه دپارتمانی توی هستن در واقع بعضی کارگزارها که خودشون هم یه جورایی کار چارترینگ هم انجام میدن، ولی یا نه یا میرین به خط مراجعه میکنین و در واقع به چارتر پارتی بسته میشه و شما انجام که اینجا ببینین من خیلی خلاصه میگم تاریخش میکنه
بعد اگرید میشه بین کی؟ اونر کشتی، هر کی هست، مثلا شرکت فلان، اونر اند مسرز، یا در واقع همون میسترز بوده که حالا شده مثل، منظور کمپانیه، حالا کمپانی یا چند، به عنوان چارترر این فیکسچر رو در واقع باید انجام بده. کاندیشن و ترمی که در واقع توش مفصل، این مفصله، این خودش اینقدر یه بحث زیادی که حالا یا دوستان فیکسچر چارت پارتی در آینده آنهای خودمون قرار باشه، یا دوستان جناب آموزش، جناب استاد زاپیور، خانم خوشکار سلام بدونن، دوستان دیگه، این در واقع بحث چارتر پارتی مثل همون بیل خودش بسیار چیزای زیادی داره و همونجور استاد مستقیم میگفتن خیلی در واقع دیسپیوت، مشاجره زیادی توش به وجود میاد، خیلی مشکل، خیلی دقت میخواد و یه چیز واقعا حرفه‌ای و متخصصی واقعا. ولی حالا در همینجا بدونین که یه دونه قرارداد جدا از اینکه شما با خریدار تو میبندین برای بی در واقع که بعد وجودی اون کالا اصلا ثابت میشه، حالا یه کالای 50,000 تا 20,000 تو بندر عباس یا حالا تو کارخونه مثلا گلوبر سیرجان یا 14 میلیون هست، باید هم بشه بره مثلا بندر عباس، از اونجا مثلا بره به سمت چین، حالا غیر از اینکه دوباره اونجا میخواد حالا مثلا بی ال امارات بخوره، اینا یه بحث، ولی الان در حال حاضر شما یک کشتی میخواید حالا مثلا 50,000 تومان باشه، هولوش 50,000 تومان بیاد، در کی؟ در زمانی که شما در واقع بارتون آماده تحویل میشه، بیاید اونجا اونو در واقع بارو کشتی برسه تو اون زمان که بهش میگن لیکن، اصطلاحا تو لیکن برسه و بارو شما بارگیری کنین و کشتی بره، که حالا بسته به این که شما مثلا 1,000,000 تن از این بارو دارین میخواین چند تا از این کشتی ها بره، و یا اینکه خدمت تو عرض کنم که نه، برای فقط یه 50,000 تن بعدش معلوم نیست، حالا 6 ماه دیگه باشه، فقط یه قرار داده، اینا تو بازار هر کدومشون با توجه به روز اینا مثل چیزای دیگه یه قیمت داره، یعنی کرایه حمل برای هر تن، که این حالا در حال حاضر که من از دوستان سوال کردم بین 25 تا 30 دلار در حال حاضر برای هر تن، یا ولیش کشتی همون هندی ماکسی که عرض کردم خدمت تو حالا 55,000 تن، بین 25 تا 30 دلار هر تن کرایه هم می‌خوره از بندر عباس مثلا به چین، و اون تحت این چارتر پارتی یا فیکچر نوت در واقع شما می‌نویسه، اونر اینجا اسم کشتی می‌نویسه، چارتر می‌نویسه اسم کشتی رو می‌نویسه، بعد اونرز وارانت داد، حالا اونرز منظور مالک کشتی، وارانت داد تعهد می‌کنه در واقع گارانتی میده که حالا من زیرش نیوردم که اش 20-25 6 تا بند، یه سری اونر وارانت می‌کنه، یه سری در واقع چارتر وارانت می‌کنه، اونر مثل که آقا کشتیش همیشه بیمه داشته باشه، بیمه‌ی پیاندای عالم ماشینی که عرض کردم خدمتتون، نمی‌دونم آماده باشه، انبارش تامین باشه، و بعد خیلی از جزئیات دیگه در مورد بعد فریت به چه صورت پرداخت میشه. حالا اینا در واقع کسی که میاد به عنوان چارترر واقعا یه کامیشن در واقع خودشون رو بسر که تو به صورت رسمی هم هست توی قرارداد هم میاد و کامیشن میگیرن و این کار برای شما انجام میدن. خب خیلی هم خسته شدیم، من اینو خیلی سریع بگم خدمتتون، میتونی حالا دوستانی هم که شات میتونن ازش بگیرن، یه عکس بگیرن، اینو بی زحمت بگیرن، می پوشش بیمه، من اینو همین حدود 3 روز پیش در واقع آخرین قیمتی از خود بیمه ملت براتون گرفتم، دوستانی که توی بخش در واقع کشتی و باربری بودن، ببینید شما الان من مثال اینجا زدم یک کشتی همون 50,000 تونی رو فرض کنین که در واقع حالا چارتر کردین، یه قرارداد CIF دارین که هم فریتو بدین هم اینشورنسشو بدین با بایرتون در واقع، خب شما بیمه میخواید، زمین که عرض کردم الان قوانین ایرانم مثل خیلی از جاهای دیگه اینو در واقع چیز کردن، اجباری کردن، شما برای واردات که اجباری بود، یعنی شما میخواید وارد کنی حتما باید بیمه داخلی بگیری، بیمه وارداتی الان خب برای صادراتی هم من میدونم که خیلی از جاها در واقع اجباری شده، حالا شما هر قراردادی با در واقع خریدارتون میبندی اون سواز، حالا اگر در واقع وقتی قرارداد حتی با اینشورنس اونم هست، شما یه اینشورنس معمولی کم میگیرین فقط تشریفاتی، ولی خدمتتون عرض کنم که اگر نه مثل الان CIF باشه که حالا من عرض کنم خدمتتون، شما میخواین بیمه بگیرین، اپروچ میکنین و مثلا بیمه ملت، حالا چند اینترنتی اولین چیز، بعد از اون عرض کردم بیمه مرکزی مطمئن میشین، کارگزار اگه باشن میرین و میگین آقا من یه بار دارم میخوام کارهای بیمهش انجام بدم، این حدودا این بار این موقع آماده میشه، این موقع قرار هم بشه و یه پوشش میخوام، که حالا پوشش های بار هم میدونی کلاس های ABC من قبلا خدمت رو عرض کردم 2 سال
اعتبار داره و از زمانی که شما حمل در واقع شروع میشه شروع بیمه نامتونه تا زمانی که میرسه به دست خریدارتون اونجا و دیگه اوکی میشه دیگه تعهدش تموم میشه، یعنی اون دو سال اعتبار از زمانی که هم شروع میشه تا زمانی که هم تموم میشه میرسه به دست ریسیور. ولی اون خود کاورش در واقع شما اگه به هر دلیلی یه خورده مثلا چیپنتتون عقب بیفته، بارتون آماده نباشه، کشتی نرسه آماده نشه، اون یه مشکلی نداره، پوشش در واقع میتونین تا طی دو سال ازش استفاده کنید. و شما من حالا A و B و A و C رو خدمت میگفتم که اینا بین اینا باز چند تا هست، B هست، حالا C با چند تا هست، B با کلاس B با چند تا پوشش اضافه تر، C با چند تا پوشش اضافه تر و همینجور هم که تو بخش بیمای دریایی اگه دوستانی بودن که عرض کردم خدمتون، اونا در واقع به بیمه چیز هم بود، بیمای خاص، کلاس های خاص، مثل همین مرای آرونور، استیل، فلان اینا. حالا شما میخواید پوشش فرست کلاس A بگیرین، آر ریسکو بارتون 50,000 تومانه، قیمتش حدود CIFش 100 دلاره، میشه 5 میلیون دلار، 10% عدم نفع یا همون ارزش افزوده یا بالاسری هر چیزی که بگیم مثلا میشه 500,000 دلار، کلش میشه 5,500,000 دلار. حالا دلاراش من ارزشو دیگه چون اساتید گفتن با نیمایی و لیبتن فلان، ولی حالا به طور مثال حتما 25,000 تومان مثلا گرفته میشه، میشه 137,500,000,000 تومان برای کلاوز A در مورد سنگ آهن در واقع آیرون اور و کلاوز A به صورت فله از بندر عباس به چین میشه 0.6 در هزارم که میشه 82,500,000 تومان. 9% مالیات بهش میگیرن که با اون 7 میلیون خورده توتالش میشه 89 میلیون، یعنی 90 میلیون تومان. شما یه پوشش بار در واقع کلاوز A فرست کلاس آر ریسک میگیرین برای بارتون که 50,000 تومان باشه از در واقع بندر عباس بچین. حالا کمترینش کلاوز سی من دیگه زیاد ازتون نکنم، این نصف اونه، 0.3. البته اینا ثابت نیست ها، ببینید با توجه به بار، به دیسکریپشن بار، نوع بار، محل بار، ریسکی که دارین، سی آی اف و بی و و اینا که قبلا عرض کردم خدمت حالا یادآوری میکنم، به اضافه این که در واقع چه محموله باشه، چه ریسکی داره، خطراتی که باشه هست، چون در واقع شما دارید ریسک رو میخرید، چه خطراتی باشه هست، این پوینت ها مثلا 0.3 در هزار، 0.6 در هزار اینا متغیر میشه، 0.8 در هزار، 0.8 بالا پای میشه، که حالا در مورد اینجا کلاس سی میشه در واقع 45 میلیون تومان، یعنی اونو 90 میلیون، 45 دقیقه نصف میشه این 0.3 و 0.6 برای کلاس سی. واقعا خسته نباشین، خیلی خیلی روز پنجشنبه‌تون هم گرفتیم و از به خدمت من عذرخواهی میکنم که نمیتونم سوالا رو جواب بدم، حالا یه بازی جلسه دیگه اگه خدمت شما عرض کنم جواب میدم خدمتتون، حالا یا یه چند تاش من با اجازهتون آخری رو ادامه بدم. فقط یه لحظه این سوالم بگم خدمتتون، سوال این جلسه اینه که دو نوع از مشتقات سنگ آهن رو که تو بازار داخلی رایج، من براتون گفتم 3-4 تاشو گفتم، خدمت شما عرض کنم که اونو بی زحمت نام ببرین، چند تا 4-5 تا موردشو گفتم، اونو شما حداقل 2 تاشو بگید. چشم الان جوابو خدمتتون، 25,000 تومان جناب چرخی اگه درست بگم اون نرخ دلار من حدوداً 25,000 تومان گرفتم. حالا نمی‌دونیم. خب جلسه بعدم ان شاءالله امید خدا شنبه حتما استفاده کنی از آقای دکتر چراتیان. خدمت شما عرض کنم که بخش تحلیل اقتصاد تجارت و محیط کسب و کار در ترکیه هست، ساعت 4:30 روز شنبه. بازم خسته نباشید و خیلی ممنون. بازم من عذرخواهی میکنم، هر دفعه من قول میدم که یه مقدار آرومتر میگم، یه مقدار، ولی خب بحثای اولیه رو چون یه مقدار روش تاکید میکنیم، به هر حال من در خدمتتون هستم. بازم ممنونم، متشکرم از همه دوستان. ان‌شاءالله که آخر هفته خیلی خوبی داشته باشید و سلامت و تندرست باشید. من یه سوال اینجا فرموده بودم، من اینجا ببینم خانم حسینی، آقای قیمت زغال سنگ، ببینید اینا رو من حقیقتش نمیدونم، یعنی الان حضور ذهن ندارم، فقط در رابطه با این جلسه زغال سنگ من عذر میخوام باید بپرسم. خدمت خیلی ممنون جناب آقای رضایی، خیلی ممنون جناب عمده و دوستان دیگه، جناب فلاح نژاد خیلی ممنونم. اون 2500 تومان جناب عرض کردم، 25,000 تومان نرخ ارز
دلار حالا حدودی من گرفتم مثلا به عنوان مثال، ولی اونجا دیگه بیمه خودش میگه نیمایی نمیدونم کدومه میگیرن. ها اونی که با قیمت کشتی آی فدایی دادن هیچی، گرفتار شدن، همون کسانی که در رابطه بودن کشتی رو چارتر داده بودن به اونجا، هم اون آقای هم که الان چارتر کرده کشتی ها رو در واقع برده و خورده یه جورایی، چارتر کشتی مثلا چند ده میلیون دلاری رو که خدمت شما عرض کنم و ازش هم اثری نیست و نمیتونن توی فعلا حالا به جایی تا اونجایی من میدونم نرسیده. این خطری که هست، این هم داستان اونی که خدمت رو عرض کرد هم هماتی دادیم 30 دلار هم به تامین کننده دادیم، به فوروردر هم پول دادیم. البته اینجا دیگه فوروردر نداریم، ببین الان همون کار میکنه البته، ولی اینجا با بحث در واقع شیپینگ لاین یا در واقع شرکت کشتیرانی رو میکنیم. در واقع خدمت رو عرض کنم که نه دیگه، شما ببینید یه بستگی داره، اون 70 دلار قیمت شماست، شما خودتون از تامین کننده از این کمتر میخرین دیگه، شما که میخواید مثلا صادر کننده باشین قیمت فوب شماست، شما خودتون از تامین کننده حتما از این خیلی کمتر گرفتین. حالا 30 دلار هم این شروعشه، شما برای همین عرض کردم متخصص به بعد یواش یواش انجام بدین، میان چونه میزنین و کارو میبرین پایین تر. بعد دیگه خدمت رو عرض کنم که اینو میاریم پایین تر، مثلا 2-3 دلار میاریم پایین تر، همون 3 دلار شما 2 دلار مثلا 30 دلار کرایه حمله بیاریم پایین، حالا 50,000 تومان 2 دلار 100,000 دلار یه دفعه یه رقمش چون حجمش بالاست و اینا، خب 1 دلارش میشه 50,000 دلار. این 30 دلار رو من مثلا حدودی گفتم، این حالا هنر شما تخصص خودت کمپانی که در واقع استفاده میکنین بروکر حالا در واقع واسطه یا در واقع چارتینگ کمپانی که استفاده بهترین کمترین و این است که مثلا بارتون یه دفعه 1,000,000 تن باشه که این کشتی رو مثلا برای چند مدت، یه سال دو سال بخواد بگیرید، اونم صاحب کشتی چون میبینه شما مثلا بار داری مرتب داره میان، اینو خیلی میبینه. اینا دیگه خیلی جزئیاتی که من اجازه بدیم وارد نشم، خیلی خسته نباشیم، واقعا خسته نباشیم از همه دوستان بخواد خانم خوشگرم بخش میگفتم همه دوستان متشکرم که توجه کردیم. روزتون به جلسه آینده باشه.